بسیار عالی. درود و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه همکاران و فعالین حقوق بشر که امروز ما رو همراهی میکنن و همچنین عزیزانی که ما رو از فضای مجازی و یوتیوب میبینن. امروز یک شنبه 11 سپتامبر 2022 مطابق با 20 شهریور 1401 ساعت 13 به وقت اروپای مرکزی در حال برگزاری جلسه نمایندگی اروپا هستیم. جلسه به این صورت هستش که در بخش اول گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در مرداد ماه 1401 توسط سرکا خانم ساناز تنهایی ارائه میشه و همچنین توسط سرکا خانم فیروزه دهبزرگی بررسی هدف 13 سند 23 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد و در بخش بعد دو سخنران داریم که توسط سرکار خانم ستاری دژم روز جهانی پیشگیری از خودکشی ارائه خواهد شد و همچنین سرکار خانم نادیا مشرف سخنرانی خودشون رو با موضوع حرکت به سمت پیری جمعیت ارائه خواهند داد و همچنین در پایان جلسه بحث آزاد رو داریم در مورد اشتغال و حق اشتغال در ایران که یکی از بزرگترین معضلات حال حاضر جمهوری اسلامی ایران و به تبع مردم ایران هستش. و همچنین تشکر میکنم از دوستانی که ما رو در برگزاری این جلسه حمایت کردن و همکاری کردن، منشی جلسه سرکار خانم نادیا مشرف، ادیت و ضبط صدا سرکار خانم ساناز تنهایی و سرکار خانم بیجندی و ادمین ها سرکار خانم لیلا رمضان و سرکار خانم ستاره دژم. خانم تنهایی اگر که آماده هستین لطفاً گزارش خودتون رو ارائه بدید. سلام میکنم به نوبه خودم به تمام دوستان که تو جلسه هستن و همراهانمون تو یوتیوب. متاسفانه اخبار نقض انقدر زیاد بود در این ماه که من یه تعدادی رو بولچین کردم تا اینکه خدمتتون عرض کنم. اول از اوضاع زندان ها و زندانیان که در زندان های ایران هستن، شهروندانی که حقوقشون به شدت در این ما شنیدیم که نقض شده. تعداد بازداشتی های خیلی زیادی داشتیم بابت شهروندانی که اعتراض میکردن و همینطور تعداد زیادی اخبار شنیده شد که زندانیانمون در زندان ها دست به خودکشی زدن قبل از اجرای حکم اعدامشون، که خب متاسفانه به خاطر مسائل و مشکلات و فشارهای روحی که به زندانی وارد میشه زندانی دست به همچین کار میزنه. دو زندانی توی زندان قزلحصار کرج رو داشتیم که در پی عدم رسیدگی پزشکی و تعلل در اعزام به مراکز پزشکی جون خودشون رو از دست دادن، که در اینجا ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده و اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مرگ یک زندانی دیگه ای رو با هویت سعید کاووسی پور داشتیم که ایشون هم همینطور متاسفانه به خاطر عدم رسیدگی پزشکی توی زندان تهران بزرگ جون خودشون رو از دست دادن، که در اینجا هم متاسفانه دوباره اصل 29 قانون اساسی نقض شده و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی حق خوراک و مسکن برای همه، و در اصل 29 قانون اساسی مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه نقض شده. مرگ یک زندانی دیگه‌ای رو داشتیم که ایشون با هویت اعظم پاکدل تو زندان وکیل‌آباد مشهد، باز هم به دلیل عدم رسیدگی پزشکیشون جون خودشون رو از دست دادن و در اینجا هم باز ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده که حق حیات برای همه هستش.
اخبارهایی رو در رابطه با گروه LGBT داشتیم که یه اخبار خیلی عجیبی که شاهدش بودیم در ماه گذشته متاسفانه ازدواج اجباری پسر 17 ساله ترانس بود که در یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی با اجبار این پسر مجبور به ازدواج شد. حالا اینکه چه اتفاقی در آینده بیفته خدا آگاه بهش. در اینجا ماده 16 حق آزادی انتخاب همسر نقض شده و در ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق انتخاب همسر برای همه و اصل 25 قانون اساسی یعنی عدم دخالت در احوال شخصی. یه خبر عجیب دیگه که داشتیم این بود که یک برنامه تحت عنوان در واقع این برنامه و یا این حالا نمیدونم نمایشگاه رو که با عنوان دستاوردهای مددجویان بهزیستی بوده انجام میشه و این در این روز متاسفانه با توجه به این که بیشتر مهمانان معلولیت‌های جسمی داشتن هیچ گونه امکاناتی برای این دوستان فراهم نشده بوده. تا جایی که تو ویدیوهایی که تو فضاهای مجازی دیده شدش دیدیم که دوستان ما روی ویلچر بودن و حتی آسانسور یا اون بالابری که تو اون ساختمون وجود داشتش رو خاموش کرده بودن و این دوستان نمیتونستن استفاده کنن و این مشکل خیلی بزرگی برای دوستان برای هموطنهای ما ایجاد کردش که برای وارد شدن به اون جلسه و نمایشگاه. متاسفانه این نمایشگاه برای معلولین بهزیستی بود اما اولین رکنی که باید رعایت بشه تا اینکه مهمانان بتونن توی تایم کوتاهی که حتی قراره تو اون نمایشگاه از اون نمایشگاه استفاده بکنن عقل حکم میکنه که اول امکاناتی رو برای آسایش دوستانمون فراهم کنیم ولی متاسفانه حتی در نظر نگرفته بودن که این معلولین جسمی چطور میخوان وارد نمایشگاه بشن که اصلا خیلی عجیب بود که در اینجا دوباره متاسفانه با ماده 8 از اصل ماده 8 یعنی در یعنی رعایت حقوق انسانی توسط قانون انجام نشده و اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی حق مراقبت‌های طبی. خبرهایی در مورد دوستان و شهروندان بلوچ شنیدیم که متاسفانه باز در زندان ها به مشکل خورده بودند و قطع عضو شده بودند که در اینجا هم باز با حقوق ذاتی و شهروندی یعنی نقض حقوق ذاتی و شهروندیشون رو داشتیم. اخبار اعدام به شدت زیاد داشتیم در این ماه، اعدام یک سرباز وظیفه، اعدام یک زن قربانی کودک همسری، اعدام فرانک بهشتی در ارومیه، اعدام یک زندانی دیگری که در زندان رجای شهر کرج قبل از اعدام باز خودشون رو حلق‌آویز کرده بودن و در اینجا هم باز شاهد رعایت نشدن اصل 22 قانون اساسی یعنی رعایت حقوق ذاتی و شهروندی و ماده 3 اعلامیه جهانی بشر یعنی حق حیات برای همه بودیم. در مورد زنان هم باز متاسفانه خبرهای زیادی رو شنیدیم که به دلیل اختلافات خانوادگی یا به همون اصطلاح اشتباه ناموسکشی به دست همسرانشون کشته شدن. زن 50 ساله‌ای که در غرب تهران توسط همسرش باز به قتل رسیده و همسرش متواری بوده، یک نوعروس جوان اهل شهرستان ماکو که به دلیل اختلافات خانوادگی باز دست به خودکشی زده و یک جوان اهل مهاباد با هویت
بفرین رسولی 27 ساله که توسط همسرش به قتل رسیده، که متاسفانه در اینها هم باز با نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی ماده سوم حق حیات برای همه و اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی که رعایت حقوق ذاتی و شهروندی و امنیت زندگی هستش مواجه بودیم. در حوزه هنر متاسفانه خبراتی داشتیم که بر اساس دستور، یه خبر این بود که بر اساس دستور عمل معاون ورزشی یعنی وزیر معاون ورزش، ببخشید معاون وزیر ورزش، از ورود مادرانی که فرزندان خودشون رو برای مسابقات همراهی کرده بودن در اون جلسه جلوگیری شده و اجازه ندادن که مادران برای دیدن مسابقات کاراته فرزندان خودشون تو جلسه حاضر بشن و بتونن ببینن، حالا موفقیت فرزندانشون رو ببینن. خب خبر عجیبیه که الان تو سال 2022 اصلا واقعا جا خجالت داره باید. که در اینجا هم باز شاهد نقض اصل 21 از اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم که حقوق زنان هستش و ماده 22 قانون جمهوری اسلامی ایران که حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی قانون اساسی هستش. یه خبر دیگه‌ای که وجود داشتش این بودش که زنان در تبلیغاتی که زنان توشون شرکت کردن، در واقع از تبلیغاتی که زنان توشون شرکت کردن جلوگیری میشه و اجازه پخش بهشون داده نمیشه. خب خبر عجیبی بود و متن نامه‌ای که از طرف اداره کل حراست داده شده بودش این هستش که مدیران محترم آموزشگاه‌های آزاد هنری و سینمایی، با سلام و احترام، نظر به ضرورت اجرای بهینه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با توجه به ابلاغ مصوبات عفاف و حجاب، همچنین آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغات و ماده 11 که تصریح می کند هر گونه استفاده از زن در تبلیغات ممنوع است. بدین وسیله ابلاغ می گردد هر گونه تبلیغات محیطی و مجازی با حضور بانوان ممنوع می باشد. خب متاسفانه زن رو اینجا اومدن یه کالا حسابش کردن و گفته که باست هر گونه استفاده از زن در تبلیغات، در صورتی که ما برابری زن و مرد رو داریم که قانون، و اینجا هم متاسفانه دوباره نقض حقوق بشر رو به شدت داریم میبینیم. و یه خبر دیگه‌ای که داشتیم، انسیه شاه‌حسینی فیلمنامه نویس و کارگردان ایرانی تبار در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان گفتن که زنانی که ممنوعیت سیگار کشیدن و خالکوبی زنان در فیلم‌ها، پس یعنی زنانی که توی فیلم دارن سیگار میکشن یا یعنی که خالکوبی دارن، از حضورشون توی سینما داره جلوگیری میشه و اینکه اجازه پخش داده نمیشه. در اینجا هم باز با نقض حقوق زنان یعنی اصل 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مواجهیم و ماده 22 قانون اساسی. من نمیدونم که چقدر وقت دارم چون دارم همینطور فقط خبرها رو میبینم. یه دو مورد دیگه هم میگم و بعد خبرها رو تموم میکنم، با اینکه خبرهای این ماه هم خیلی زیاد بود. کشته شدن و زخمی شدن دو برادر کولبر با نامهای سعدالله و علی یونسی در پی تیراندازی های نیروهای انتظامی که ماده 3 حق حیات برای همه و ماده 23 حق امنیت و اصل 28 که حق امنیت کار هستش در قانون جمهوری اسلامی ایران، لطفاً در اینا متاسفانه اجرا نشده. یه خبر دیگه‌ای که داشتیم این بود که مدیر عامل سازمان بهشت زهرا گفته که سنگ قبر 98 سنگ قبر که تصاویر بی‌حجاب بانوان روشون حکاکی شده بوده جمع‌آوری شده و اصلاح شده.
یعنی انقدر این موضوع از نظر مسئولین جمهوری اسلامی بزرگ بوده و ما انقدر مشکلات کم داریم توی کشورمون که فقط باید به این موضوع رسیدگی میکردن که با اون کسی که حتی مرده و دستش از این دنیا کوتاهه هم حتی اومدن و آزار اذیتاشون رو همچنان دارن میرسونن. که در اینجا متاسفانه با ماده 22 یعنی حق امنیت نقض شده که مربوط به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش و اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی که رعایت حقوقی ذاتی و شهروندی هستش و امنیت زندگی اجتماعی و مالی و فرهنگی. امیدوارم که در ماه‌های آینده شاهد واقعا اتفاقهای بهتر و یک کمی رعایت حقوق شهروندی برای ملت ایران باشیم. من مایک رها میکنم. خیلی ممنون از شما خانم تنهایی بابت اخباری که دادین. متاسفانه بسیار متاثر کننده بود اخباری که ارائه دادین و تو یکی از این مواردی که حالا گفته شد اعدام یک سرباز بوده، فکر میکنم در 6 مرداد بوده و ما این شاهد این ماجرا بودیم در فکر میکنم 1 خرداد یا 3 خرداد همین امسال در کرمانشاه هم باز یک سرباز دیگر رو اعدام کردن که هر دو به یک دلیل بوده و هر دوی این حالا سربازان وظیفه فرماندهان خودشون رو کشتن، یکی توی نیرو انتظامی بوده و اون یکی فکر میکنم توی سپاه بوده و این فقط یه موضوع رو نشون میده و گویای یه موضوع است. حالا آقایانی که توی جلسه هستن کاملا با این ماجرا خدمت سربازی وظیفه رو کاملا باش آشنا هستن که چه اتفاقاتی در سربازی میفته و در پادگان ها، در نیروی انتظامی، در سپاه حالا سربازان رو مجبور به کارهایی میکنن که واقعا خودشون دوست ندارن انجام بدن. یکی از مسائلش مثلا همین نماز جماعت هست که همه باید به زور نماز جماعتشون رو برن، یا اتفاقاتی که حالا توی پادگان ها میفته و فرمانده ها مثل یک برده به قولی مثل همون 70-80 سال پیش که زمان رضا شاه این ماجرا شکل گرفت برخورد میکنن و فکر میکنن هنوز این دوره سربازی باید مثل اون زمان اجرا بشه. سربازی خیلی سخت، نمیدونم، امکانات بسیار بسیار کم و توی حالا خیلی کشورها داره این ماجرا جمع میشه که سربازی باید اجباری بشه، ولی خب متاسفانه شاهد این هستیم که اگر که حالا کسانی که در ایران زندگی میکنن خدمت سربازی رو انجام ندن، خب از حقوق شهروندی خودشون نمیتونن استفاده کنن، نمیتونن ازدواج کنن، نمیتونن خونه یا ماشین داشته باشن، نمیتونن رانندگی کنن و این سربازی متاسفانه شده یه موزلی برای تمام جوانا که بخوان 2 سال عمر شیرین زندگی رو در بهترین زمانی که میتونن ازش بهترین استفاده رو کنن، یاد بگیرن، درس بخونن، یا اگر دانشجو هستن برای اینکه یه کار پیدا کنن باید قبل از اون از محیط درس و دانشگاه و کار جدا بشن، 2 سال خدمت سربازی رو انجام بدن و بعد وارد بازار کار بشن. ممنون از شما دوستان، اگر که در این بخش موردی دارین لطفا دست خودتون رو بلند کنید، سوال و یا مطلبی میخواین اضافه کنین تا مایک برای شما آزاد بشه. در غیر این صورت من نمیبینم که دستی بالا باشه، دعوت میکنم از سرکار خانم ده بزرگی بله که سخنرانی خودشون رو در مورد هدف 13 سند 23 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی ارائه بدن. بفرمایید خانم ده بزرگی. منم سلام مجدد عرض میکنم خدمت تمامی دوستان و ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادین. ضمن تشکر از خانم تنهایی و آقای یگانه راجع به اطلاعات و موضوعاتی رو که در ماه گذشته مطرح کردن، اگر که
اجازه بدین راجع به این دو مورد میخواستم یه نکته ای رو بیان کنم بعد برم سر سخنرانی خودم. خب همونطور که خانم تنهایی اخبارها رو یک به یک بیان کردن و در ادامهش آقای یگانه راجع به موضوع سربازی و اعدام و سربازا مطرح کردن، باز من این رو تکمیل میکنم. وقتی که بخوایم ببینیم این مسائل رو تجزیه و تحلیل کنیم، به این نتیجه میرسیم که وقتی که یک سیاستی، یک حکومتی بر اساس مبنای ایدولوژی دینی و مذهبی بیان بشه و اجرا بشه، خب نتیجهش همین میشه. قطعا سربازی در جایگاه خودش برای حالا چه دختر چه پسر چه هر جنسیتی برابر و مساوی بد نیست، چرا که هدف سربازی در اصل این هست که اون کشور این نیروهاش رو میاد آماده سازی میکنه از نظر آموزش های رزمی نظامی، که اگر روزی روزگاری بر فرض در اون کشور جنگی رخ بده، حالا شاهد هستیم که در تاریخ چه بسا جنگ های داخلی و خارجی اتفاق افتاده، مثل جنگ های جهانی اول، دوم، جنگ ایران و عراق و خیلی از جنگ هایی که حالا تو تاریخ هممون شاهدش هستیم، در اصل هدف اون سربازی این هستش که خب اون نیروهای شهروندی تعلیم داده بشن که بتونن از سرزمینشون در اون دوره تاریخی و بحرانی دفاع کنن. ولی وقتی که یک کشوری مثل ایران بر اساس ایدئولوژی و مذهبی و دینی میاد اون پیام به اصطلاح سربازیش رو به مرحله اجرا میذاره، نتیجهش این میشه که خب همون نقض حقوق انسانی به اصطلاح انجام میشه بر حالا اون سربازها و نوجوانهایی که میخوان در اصل باید و میخوان که اون آموزش های رزمی و نظامی رو یاد بگیرن، ولی تمام هدف و به اصطلاح عمل کرده جمهوری اسلامی برای سربازی پسرها فقط شستشوی مغزی و به اصطلاح ترویج حکومت اسلامی و دیکتاتوری خودش هست. نه اینکه بخواد، هدفش این نیست که بخواد اون انسانها رو آموزش رزمی بده که بر به اصطلاح به نفع ایران یا به نفع اون کشور بخوان روزی دفاع و مقابله کنن. این من خواستم تکمیل کنم در ادامه حرف آقای یگانه، چرا که حالا ما شاهد هستیم که تو اروپا خود کشور سوئیس در اصل برای نوجوانهای 18 ساله که سوئیسی هستن در هر جنسیتی اصلا سربازی اجباری هست، چه بسا که اینجا دخترها هم سربازی انجام میدن. یا زمان حالا شاه پهلوی حالا یک آموزشایی بوده که به عنوان سربازی برای دخترها هم بوده به نام سپاه دانش، که حالا یا میرفتن آموزشایی رو میدیدن که بتونن در ترویج و آبادانی یا آموزش علمی و دانشی ایران موثر باشن، یا در حالت رزم و جنگ و اون قسمت. ولی اصل حرف من این هست که برسیم به اینجایی که حکومت اسلامی ایران فقط حالا علاوه بر این که جنسیتی کرده سربازی رو در ایران، فشار مضاعف و نقض حقوق بشر مضاعفی رو بر پسران و جوانان ایران اعمال میکنه. ممنونم از این حوصله‌ای که به خرج دادین. من این حرفم رو جمع میکنم و میپردازم به موضوع سخنرانی خودم راجع به اصطلاح هدف 13 یونسکو 2020، که امروز راجع به این موضوع هم یه سری مطالعاتی رو انجام دادم، یه سری آمارها و ارقامی رو از توی سوشال مدیا گرفتم و یه سری اطلاعاتی رو که خب تجربیات خودم و دانستای خودم هست با شما در میون میذارم. و در پایان هم خیلی خوشحال میشم که هر کدوم از دوستان نظری دارن یا موردی هست که بخوان اضافه کنن یا بیان کنن، خیلی خوشحال میشم که از نظرشون استفاده کنیم. هدف 13 یونسکو 2030 یا 2030 در حقیقت این رو بیان میکنه که اقدام درباره آب و هوا، اقدامات فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و به اصطلاح اون موردهایی رو که ناشی از
تولیدات گازهای گلخانه‌ای به وجود میاد رو کاهش بده یا اقداماتی در اون مورد انجام بده. من این اطلاعاتی رو که دریافت کردم و برای حالا امروز یادداشت برداشتم، یه سری اطلاعاتی بوده که از خبرگزاری مهر از خود سایت‌های ایران گرفتم که در 8 شهریور 1401 یعنی تقریبا هفته گذشته یا حالا اخیراً در ایران یک سری نشست‌هایی بوده از طرف مسئولین و رؤسای هیئت دولت که این رو میایم بررسی می‌کنیم. خبرگزاری مهر بیان کرده که شناسایی بیش از 3000 صنعت آلاینده در کشور، یعنی این آمار خود جمهوری اسلامی هست. آقای ایرج حشمتی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد بیان کرده که مشکلات زیست محیطی امروز کشور رو در اثر حرکت در مسیر توسعه ناپایدار بیان کرده و همینطور بیان کرده که ما باید به گونه رفتار کنیم در کنار منفعت‌های اقتصادی باعث تخریب محیط زیست و نظم اجتماعی نشویم و حقوق نسل‌های بعد را پایمال نکنیم. خب این طرز فکر رو بیان آقای ایرج حشمتی کاملا منطقی و درسته و در اصل همون اهداف 17 هدف سازمان یونسکو هم یکی از اهدافش همین بوده که بیاد بر اساس به اصطلاح توسعه پایدار پیش بره و یکی از مورداش که در مورد آب و هوا هست، کشورهایی که در کل دنیا حالا بیشتر متعهد هستن به این اهداف اون هم اعمال رو انجام بدن، که خب متاسفانه هممون همچنان که خبر داریم در همون سالهای 1395 و 96 خب خود علی خامنه ای به دلایل همون برابری جنسیتی و اهدافی که به قول خودش در راستای حکومت اسلامی ایران نبوده و به نفع ایدئولوژیشون نبوده، اساسا میاد با این اهداف یونسکو مخالفت میکنه و اون رو رد میکنه. و در ادامه آقای ایرج حشمتی اضافه میکنه که در کشور حدود 35 میلیون هکتار کانون فرسایش خاک داریم، اما سالانه 500 هزار هکتار عملیات تثبیت خاک انجام میدیم. 35 میلیون هکتار رو با 500 هزار هکتار وقتی مقایسه میکنیم میبینیم خیلی فاصله هست، یعنی اون سرعت تخریب بسیار بسیار سریعتر از سرعت به اصطلاح سازندگی و ترمیم و تثبیت اون خاک داره انجام میشه. و وی اضافه کرد که لزوم استانداردسازی سوخت و خودرو برای کاهش آلودگی هوا بسیار مهمه و علاوه بر آلودگی هوا یکی از چالش‌های اصلی محیط زیست بحث تغییرات اقلیمیه که متأسفانه در اختیار ما نیست. به طور مثال بخش عمده از ریزگردها منشأ خارجی دارن و نمیتونیم اون رو کنترل کنیم، اما تلاش میکنیم با تقویت دیپلماسی محیط زیست از شدت آن بکاهیم. وی خاطر نشان کرد از مجموع 25 میلیون خودرو و 12 میلیون موتورسیکلت که در کشور شماره گذاری شدن، 17 میلیون در مرز فرسودگی هستند که از این میان 2.5 میلیون اون موتورسیکلت هست و میزان آلاینده هر موتورسیکلت فرسوده چند برابر بیشتر از یک خودروی استاندارد. و همینطور ایرج حشمتی اضافه کرد که اتوبوس‌های شهری در کلان شهرها هم بسیار آلاینده هستند و در این مورد هم باید اقداماتی بشه. خب وقتی اینکه این نکات رو بیایم بررسی بکنیم در مورد آلاینده های داخلی و خارجی ریزگرد های به اصطلاح خاک آقای حشمتی صحبت میکنه و دقیقا درست میگه، وقتی که کشورهای اطراف مثل پاکستان، افغانستان یا از این طرف همسایه‌های مثل عراق که قسمتیشون که با ایران هم مرز هستن و اینها از لحاظ
خاکشون هیچ تدابیری رو انجام ندادن برای جلوگیری از فرسودگی خاک، قطعا این ریزگردها و آلاینده ها از خارج به داخل ایران وارد میشه. علاوه بر اون، همونطور که اعلام کرده که 35 میلیون هکتار داخلی، یعنی در قسمت سیستان و بلوچستان، در قسمت اهواز، در قسمت کرمان، قم، یزد و در این قسمت ها هم بسیار از خاک داره فرسوده میشه و هیچ کاشت گیاه و درخت و اون تدابیر تخصصی محیط زیستی براش انجام نشده، یک سری از آلاینده های گرد و خاک و به اصطلاح ذرات معلق هم وارد هوا میشن که اینها خودش باعث آلودگی هوا میشه. علاوه بر اون، آلودگی خاکی که در منطقه اقلیمی ایران متاسفانه وجود داره و اینها عاملش قابل کنترل هست، اینها عاملش قابل مدیریت هست، چرا که با اون منابع کشاورزی، منابع تخصصی و منابع علمی که باید داشته باشن، علاوه بر اون علم و دانش و انسانهایی که باید در رأس به عنوان متخصص، به عنوان دلسوز، به عنوان مدیر و مسئول این کارها رو انجام بدن، خب شاهد هستیم که هیچ اتفاقی نمیافته و شاهد این هستیم که بعد از این سالها متاسفانه چقدر از لحاظ اقلیمی، جغرافیایی و خاک ایران دچار فرسودگی شده و چه بسا که در پیامد اون شاهد آلودگی هوا هستیم. آقای داریوش گل‌علی‌زاده هم سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم که در اون جلسه حضور داشته، با اشاره به قانون هوای پاک اظهار میکنه که در قانون 176 تکلیف رو برای دستگاه‌های به اصطلاح سازمانی یا دولتی در نظر گرفتیم و برای تقویت عملکرد نظارتی خود یک سامانه‌ای رو طراحی کردیم که کلیه وظایف وزارتخونه‌ها و دستگاه‌های دولتی در اون بارگذاری شده. در سال 1400 وضعیت پیشرفت 10 دستگاه دولتی اصلی در خصوص 105 وظیفه یا تکلیف مورد ارزیابی قرار گرفته که این بررسی نشون میده در مجموع وزارتخانه‌های کشور نفت و نیرو در انجام تکالیف خود بسیار ضعیف عمل کردند و در سال 1401 برنامه‌های خود رو نشون دادند. خب آقای گل‌علی‌زاده هم گفته که ما یه سری قوانین و یه سری به اصطلاح پرومترهایی رو قرار دادیم به صورت سامانه الکترونیکی که میایم این تکالیف یا وظیفه رو به سازمان‌های دولتی مثل نیرو، نفت و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور میدیم که موظف به انجام اجرای این قوانین هستن که متاسفانه اونها در عملکرد خودشون هیچ نتیجه‌ای رو نشون ندادن اونجوری که اینا توقع داشتن در رابطه با اجرای به اصطلاح عمل کرده محیط زیستی. و آقای گل‌علی‌زاده با نشان آماری اضافه میکنه که در قانون هوای پاک 8 راهبرد عمل کرده مؤثری داره که از جمله اقساط وسیله نقلیه فرسوده، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه، بهینه‌سازی مصرف سوخت خانگی و صنایع، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استانداردسازی سوخت مصرفی صنایع و نیروگاه‌ها، اینها همه بیشترین تأثیر رو در کنترل آلودگی هوا دارن که از طرف این سازمان‌ها اونجوری که اینا تو قوانین به اصطلاح براشون تعریف و تکلیف کردن اونجور که بایستی نتیجه ای رو از اونها ندیدن. همینطور آقای گل‌علی‌زاده افزوده که گاز اوزون از آلاینده های خطرناک و شاخص آلودگی هوای تهران در فصل تابستان گذشته بوده، اما به دلیل گرد و غبار این گاز شاخص آلودگی هوا نشده. یعنی ببینید چقدر اون آلاینده های گرد و غباری که توی هوای شهرهای ایران موجود بوده به اصطلاح آمار و تأثیرش بالا بوده که به اصطلاح اون گاز اوزون که خودش یکی از گازهای آلاینده هوا هست، اون شاخص آلودگی هوا در نظر گرفته نشده.
وی حتی اشاره کرد که در ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده که سازمان محیط زیست باید شهرهای آلوده را برای اخذ عوارض از خودروها معرفی کند و بر این اساس کلان شهرهایی که خودرو در آن 30 تا 60% نقش آلودگی دارند بایستی از آنها عوارض آلایندگی گرفته شود. همچنین وی افزود بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال 1400 در 27 شهر آلوده کشور حدود 21,000 مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق و 11 میلیارد دلار خسارت به همراه داشته که اگر تکالیف قانون هوای پاک انجام شود از این خسارات جلوگیری می شود. در تهران نیز حدود 6,000 نفر مرگ و میر گزارش شده که همش ناشی از آلاینده های هوا بوده. در بخش دیگری از این نشست هیئت در بخش دیگری از این نشست هیئت دولت و رؤسا آقای ابراهیم حاجی زاده مدیر طرح ملی حفاظت از لایه اوزون با اشاره به تعهد کشور مبنی بر گازهای مخرب لایه اوزون گفت به دنبال انتقال فناوری‌های روس به بخش‌های مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی برای ارتقاء فناوری موجود هستیم تا زمینه کاهش و انتشار گازهای مخرب اوزون فراهم شود. وی همچنین اضافه کرد که برای این کار یک دوره 4 ساله 11 میلیون دلار اعتبار از سازمان‌های بین‌المللی دریافت کردیم. یعنی وقتی آقای حاجی زاده که خودش مدیر طرح ملی حفاظت از لایه اوزون هست میگه که ما در سال 1396 تا 99 توی این 4 سال 11 میلیون دلار اعتبار از سازمان‌های بین‌المللی دریافت کردن. امسال یعنی سال 1401 541,000 دلار گرفتیم که در که کلن از این مقدار اعتبار 3 میلیون دلار اون برای تامین تجهیزات 32 واحد بوده که بر این اساس تا پایان سال 2022 باید 247 تن گاز مخرب لایه اوزون رو به 95 تن کاهش بدیم. یعنی وقتی که بخوایم تجزیه و تحلیل کنیم و فکر کنیم میبینیم که این مقدار بودجه ای رو که اینها از سازمان‌های بین‌المللی دریافت کردن و باید تا سال پایان 2021 یعنی اعداد و ارقام ببینید چقدر فاصله داره. اینا میبایستی با عملکردشون و با اون راهکارهاشون 247 تن گاز مخرب لایه اوزون رو به 95 تن کاهش بدن. و حاجی زاده اضافه کرد اما با وجود مشکلاتی مانند تحریم و طبق تعهد ما در سال 2022 که کاهش 30% این گازها بوده ما به 60% کاهش تولید گازهای مخرب لایه اوزون دست یافته ایم. یعنی آدم واقعا نمیدونه حرف اینا رو چجور باور کنه اگر به گفته خودشون این همه اعتبار رو دریافت کرده باشن و به گفته خودشون اگر اینقدر تلاش کرده باشن، اینقدر قانون گذاشته باشن و اینقدر بالای سر قانون پافشاری کرده باشن و ایستاده باشن که اون سازمان‌های زیربط الزام به اجرای اون قوانین بوده باشن که بخوان لایه که بخوان گازهای مخرب لایه اوزون رو کاهش بدن، اینا چطور میتونن واقعا تا پایان سال 2022 به این کاهش عدد یا به این اصلا نتیجه دست پیدا کنن؟ اصلا همچین چیزی از لحاظ محاسبات ریاضی، عقلی، منطقی با توجه به شرایطی که الان هممون میشنویم، میبینیم و مطمئن هستیم که توی ایران داره اتفاق میفته، اصلا یه چیز غیر ممکنی هست. تثبیت 2,100,000 هکتار کانون گرد و غبار در 5 سال اخیر. 2,100,000 هکتار یعنی مساحت اون مقدار زمینی که توی ایران که میبایستی از نظر گرد و غبار توی اون خاک ایران به اصطلاح تثبیت پیدا کنه، حالا با همون روش های بومی، علمی، یا کاشت گیاه و درخت و درختچه یا پاشیدن یک سری مواد حالا نفتی یا یک سری به اصطلاح راهکارهای دیگه تخصصی علمی که باید خود مسئولین در این مساحت از ایران این کار انجام بدن. حالا راجع به این موضوع صحبت میکنیم.
آقای علی محمد طهماسبی بیرگانی، حالا امیدوارم اسمش درست خونده باشم، دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت مقابله با پدیده گرد و غبار در این نشست اعلام میکنه که 34.6 میلیون هکتار مناطق غبارخیز داخلی داریم که سالانه 4,200,000 تن ذرات رو به 23 استان کشور گسیل میکنه و 270 میلیون هکتار مناطق غبارخیز خارجی داریم که سالانه 147 میلیون تن ذرات رو به داخل کشور میرونن. همون بحثی که اول کردم که اون مقدار سطح خاکی رو که از داخل و مقدار سطح خاکی رو که از خارج، یعنی از مثلا کشورهای همسایه مثل عراق، مثل افغانستان یا مثل اون قسمتی از پاکستان که با ایران هم مرز هستن و همشون به حالت بیابون و خاک معلق در حال حاضر وجود دارن، اون مقدار آلاینده های گرد و غبار و خاک رو وارد هوای 23 استان کشور دارن میکنن. از سال 96 تا 99 حدود 370 میلیون دلار و یورو از صندوق توسعه ملی دریافت کردند و در سالهای 1400 و 1401 از منابع عمومی دولت اعتبار گرفتند. خب این آماریه که خود رؤسای دولت دارن میدن. حالا امیدواریم که این آمار درست باشه، حقیقت باشه و اون چیزی رو که اینا میگن واقعا دروغ نبوده باشه. و چه بسا من میخوام اینجا اینو مطرح کنم، وقتی که این بودجه از سازمانهای بین‌المللی دریافت میشه یا از خود منابع ملی و داخلی کشور این بودجه اختصاص پیدا میکنه برای بخشی از به اصطلاح خدمات محیط زیستی داخل ایران، این خیلی خوبه، این خیلی عالیه و بایست این کار انجام بشه. تو هر دولتی، جامعه، کشوری این اختصاصهای اعتباری باید وجود داشته باشه. ولی وقتی که ما بیایم این رو بررسی بکنیم، میبینیم که خب توی این 40 چند سال سیاست و حکومت جمهوری اسلامی، خب وقتی که چندین رئیس جمهور عوض میشه، چندین هیئت دولت عوض میشه، چندین به اصطلاح قانونگذار عوض میشه، چندین مدیران و رؤسای سازمان ها و وزارتخانه ها و ادارات عوض میشه، و وقتی که در یک هیئت دولتی، یک هیئت رئیسی، یک سری به اصطلاح اصلاحیه هایی میدن، یک سری اجراییه هایی رو میدن، یک سری قوانینی رو میدن و یک سری پروژه هایی رو مطرح میکنن در بخش محیط زیست ایران، این خیلی خوبه. ولی مشکل کجاست؟ مشکل اینجا هست که اینها بر اساس تخصص، علم، دانش و نیاز اقلیم اون منطقه ایران در نظر گرفته نمیشه. و وقتی این رؤسا، این رئیسه دولت، این رئیسه مجلس عوض میشن، همشون بر اساس سلیقه های شخصی و همشون، نه همشون، اکثرشون بر اساس سلیقه های شخصی یا بر اساس اون پروپاگاند ها و راندخاری ها و سوء استفاده های قدرتی و مالی که در اون منصب به دست میارن، متاسفانه کاملا تغییر پیدا میکنه. اون پروژه خوبه، اون ایده خوبه، اون پول تخصص داده شده، اون برنامه خیلی خوبه، ولی دولت که عوض میشه، مدیر که عوض میشه، رئیس که عوض میشه، اصلا کامل پروژه یا از بین میره یا ناقص باقی میمونه یا ازش سوء استفاده میشه، که متاسفانه در مورد اقلیم آب و هوا و محیط زیست ایران که بخشی از جامعه ایران رو و بخش مهم و بزرگ و عظیمی از جامعه ایران رو تشکیل میده، شاهد هستیم که در حال حاضر این چنین به سرش اومده. وقتی که منابع آبی، منابع خاکی مثل رودخانه ها، مثل سدها، مثل زمین های کشاورزی، مثل زمین های به اصطلاح ملی که خصوصی نیست، در اصل مثل جنگل ها که اینا همه باید در اختیار همه شهروندان قرار داده بشه، متاسفانه خب وقتی یک ارگانی مثل سپاه، بسیج یا یه بخش خصوصی میاد این رو صاحب میشه و خرید و فروش میکنه و استفاده غلط و نادرست و
به اصطلاح ناسازگاری با محیط زیست کل اون مجموعه رو ازش سوء استفاده میکنه و اون جنگل ها تخریب میشه، اون زمین های کشاورزی تخریب میشه و همشون برای فقط منافع و حفظ به اصطلاح اون افراد مثل حالا بخشی از سپاه یا بخشی از بسیج یا بخشی از اون مسئولین و ادارات و همونطور که گفتم رؤسای اون سازمان میان فقط به نفع اقتصادی خودشون ازش شهرسازی میکنن، شهرستان سازی میکنن، مسکن سازی میکنن، خب این هست که تخریب بسیار عظیم و غیر قابل جبرانی رو به بخش عمده از محیط زیست ایران متاسفانه وارد میکنه که ما این روزها شاهدش هستیم. من کوتاه میکنم یک سری آمار دیگر رو بیان میکنم و بعد خوشحال میشم که نظر دوستان رو در این مورد بشنوم. همچنین علی محمد طهماسبی بیان کرد که از سال 1396 تا سال 1400 2774 میلیون تومان اعتبار برای مقابله با گرد و غبار دریافت کردیم که از این میزان 700 میلیارد تومان برای مقاوم سازی شبکه برق و جنوب و جنوب غرب کشور هزینه شده و 2800 میلیارد تومان هم به دستگاه‌های متولی بخش‌های مختلف داده شده. طهماسبی بیرگانی افزود در این مدت موفق به تثبیت 2 میلیون و 100 هزار کانون گرد و غبار شدیم و ایجاد به اصطلاح 5514 کیلومتر با چکن زنده و غیر زنده و اجرای مدیریت کشاورزی حفاظتی در 18 هکتار شدیم و افزود که 2 برنامه عمل 10 ساله به تفکیک استان‌ها و دستگاه‌ها تهیه و ابلاغ کردیم که برنامه میان دولت میان مدت کشور و افزود 2 برنامه عمل 10 ساله به تفکیک استان‌ها و دستگاه‌ها تهیه و ابلاغ کردیم که برنامه میان مدت کشور برای مقابله با گرد و غبار است. توقف اجرای 400 پروژه فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی. آقای محمود یکی یزدان دوست هم که مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست هست در این نشست بیان کرد که دریافت مجوز زیست محیطی برای شروع و اجرای بسیاری از پروژه های تجاری، صنعتی و کشاورزی برای ما بسیار اهمیت داره که در سال گذشته 72 گزارش رسیده که از این تعداد 8 پروژه موافقت، 30 پروژه مخالفت مشروط و 10 پروژه مخالفت و 24 پروژه بررسی مجدد شده. یزداندوست همچنان تشریح کرد که سال گذشته 19 دستورالعمل از جمله پرورش آبزیان، فعالیت معادن زغال سنگ، تولید گچ و سیمان تهیه شده و قرار است که در سال جاری یعنی سال 1401 دستورالعمل‌های جدیدی دیگری تهیه شود. وی به روزرسانی مدیریت سبز با تکیه بر فناوری‌های نو رو نیز اشاره می‌کند. آقای یکی از دوست افزود که 400 پروژه فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی متوقف شده و با این کار حدود 18 هزار میلیارد در بودجه کشور صرف جویی شده. برخی پروژه هم با شروع فعالیت خود و بدون داشتن مجوز ارزیابی محیط زیستی میخوان که سازمان محیط زیست رو در عمل انجام شده قرار بدن که ما در این زمینه تابع قوانین خود هستیم. خب حالا آقای یزداندو ظاهرا مطالب خوبی رو بیان کردن و خب هدفشون خیر بوده که بخوان این کار رو انجام بدن، ولی آیا این هزینه ها و این پروژه هایی رو که راجع بهش صحبت کردن با راندخاری، با رشوه دادن و با نفوذ افراد نفوذی واقعا میتونن انجام بدن؟ همجور که هممون میدونیم نه، یعنی از اون برمیان اون پروژه هایی رو که مثلا برای تشکیل و تولید پرورش آبزیان باشه یا مثلا یک پروژه کشاورزی باشه، مرغداری باشه یا هر صنایع تجاری و صنعتی دیگه باشه، وقتی که این توجیه علمی و توجیه ارزیابی محیط زیستی نداشته باشه یا ناقص باشه، خب با دادن پول و رشوه به اون مسئولین بالاتر متاسفانه مجوز رو میگیرن و عمل میکنن و اقدام میکنن و فقط به نفع اقتصادی و سود خودشون فکر میکنن و این اساس
و این کار از اساس اشتباه و غلط است، چرا که وقتی که همون شهروندان ایرانی وقتی اون فرهنگش، فکرش، تفکرش و طرز عملکرد زندگیش فقط به منافع اقتصادی باشه، خب متاسفانه میاد خودش عملا با اون نادانی، با اون ناآگاهی و حتی رشوه دادن به اون مسئولین مربوطه و بالاتر، خودش عاملیه بر تخریب محیط زیست زندگی خودش. اینجا هم باز اگر بخوایم بررسی بکنیم، آموزش و آگاهی تک تک شهروندان بسیار بسیار اهمیت داره که هر کدام از شهروندان ایرانی به عنوان کشاورز، به عنوان تاجر، به عنوان معلم، به عنوان هر جایگاه اجتماعی، هر جایگاه شغلی، به عنوان یک شهروند ایرانی وقتی به این آگاهی متعهدانه و دلسوزانه پایبند باشه و عمل کنه که اگر این نفع اقتصادی رو که من میخوام از این پروژه، از این تولید به اصطلاح شغل یا تجارت ببرم، آیا به نفع محیط اقلیمی زندگی من هست یا نه؟ و اینها خیلی مسائل پیچیده و قابل بحثی داره که خب همش برمیگرده به آموزش تک تک خود شهروندان که تا برسه به اینجا که خود مسئولین متاسفانه وقتی که در رأس قرار میگیرن، در صاحب منصب قدرت و پول میشن، سوء استفاده میکنن و خب این میشه نتیجه امروزی متاسفانه جمهوری اسلامی. به اینجا میرسیم که آقای جوهرچی که معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست عذرخواهی میکنم خانم ده این بزرگی، بسیار عالی، ممنون. این آخریشه، میدونم خیلی وقت برد ولی این آخریشه. چشم. آقای جوهرچی معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد که بر اساس قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی پسماند، به مواد جامد، مایع و گازی گفته میشه که به طور مستقیم و غیر مستقیم متأثر از فعالیت انسانی است. و وی اشاره کرد که در ایران 32 میلیون تن پسماند صنعتی، 8 میلیون تن پسماند ویژه، 21 میلیون تن پسماند شهری و روستایی، 130 میلیون تن پسماند کشاورزی و 400 هزار تن پسماند پزشکی در کشور تولید میشه و دفن زباله که بایستی کارآمد و اصولی انجام بشه تنها خاکپاشی نیست، اما در کشور ما متاسفانه 75% پسماندها به صورت خاکپاشی دفن میشن. و افزود که ما آیین‌نامه هایی رو داریم تصویب میکنیم که بتونیم که کیسه های پلاستیکی رو در بر بگیره و بر این اساس بتونیم از پلاستیک کمتر استفاده بکنیم، بر اساس اون قوانینی رو که داریم تدوین میکنیم و اجرا میکنیم. آمار زیاده، گفته ها زیاده، نشست ها زیاده و متاسفانه همونطور که آقای یگانه فرمودن وقت ما کم و خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که به این توضیحات من توجه کردین و این آمارهایی بود که خب متاسفانه و تفاوت و تناقضهایی بود که طبق اون اهداف 13 یونسکوی 23 با اون قوانین و اجرایات داخلی جمهوری اسلامی ایران طبق آمار خود مسئولین که در رسانه ها نوشته شده و موجود هست فعلا در حال حاضر شاهد هستیم. من مایک رو رها میکنم و سپاس مجدد از همگی. خیلی ممنونم خانم ده بزرگی بابت مقایسه خیلی خوبی که انجام دادین. تقریبا همه موضوعات رو بررسی کردین، ولیکن من درخواست میکنم از دوستان اگر که موضوع و یا سوالی دارن در این باره در مورد هدف 13 سند 23 یونسکو لطفاً دستشون رو بلند کنن تا بتونیم از گفته‌های دوستانم استفاده کنیم، چون واقعاً این موضوع یکی از معضلات بزرگ، یعنی همه معضلات ما وقتی بهش میرسیم بزرگترین معضل کشور هست، ولی خب این یکی جای خودش داره و خوبه که حالا دوستان هم اگر نظری در این باره دارن دستشون رو بلند کنن تا مایک براشون آزاد بشه. خب فعلا که هیچ کدوم از دوستان مطلبی رو ندارن، ولی خب منم به شخصه هم با شما هم نظر هستم در مورد مسائلی که گفتین، ولی خب حالا اون چیزی که به ذهن من میرسه
چون منم جزو تقریبا جنوب کشور هستم، از جنوب کشور میام، یه موزلی که توی ایران خیلی بزرگ هست و داره اتفاق میفته الان، نزدیک به فکر میکنم 6-7 سال بیشتره که جنگل های زاگرس متاسفانه دچار آفت شدن. من تقریبا یکی دو ماه پیش بود در موردش یه موضوع کوتاه گفتم توی جلسه، ولی خب باز لازم دونستم به خاطر اینکه هدف 13 سند 23 یونسکو هم مربوط به آب و هوا و آب و هوای اقلیمی میشه، دوباره دربارش یه توضیح کوتاه بدم. متاسفانه در جنگل های زاگرس که درخت بلوط هست، اکثر پوشش گیاهیش که اگر حالا دوستان در این باره چیزی بتونن در مورد رشد درخت بلوط، اینه که حداقل 40 سال طول میکشه تا درخت بلوط تقریبا به 20 سانت تا 25 سانت رشد کنه. و اگر که شما رفته باشین توی جنگل های زاگرس و تو اون منطقه دیده باشین، درخت ها اکثرا هولوهوش مثلا 3 متر تا 4 متر هستن که درخت ها اکثرا 200 ساله 300 ساله، درخت های خیلی قدیمی هستن. یعنی ما دوباره 200-300 سال اگر این درختانی پوشش گیاهی که خیلی مهم هست برای اون منطقه از بین برن، حداقل به 200-300 سال زمان نیاز داریم تا دوباره این پوشش گیاهی احیا بشه. ولی خب از اونجایی که خانم دهبزرگی فرمودن این همه تسهیلات بانکی پولی چه از داخل کشور چه از حالا سازمان‌های بین المللی ایران دریافت می‌کنه، هیچ گونه اقدامی تا الان برای این کار انجام نداده که بتونه این آفت‌ها رو از بین ببره. اسم آفت هم هست کرم چوبخار که در حالا چوب درختان بلوط میرن، بسیار بسیار چوب محکمی داره این درخت بلوط، به همین راحتی ها از بین نمیره. یعنی ما شانس آوردیم که تو این 6-7 سال کامل پوشش گیاهی جنگل های زاگرس از بین نرفتن و این همت میطلبه هم از طرف مردمی که اونجا زندگی میکنن و از هم از طرفی از طرف دولت که بتونن با یه آفت کش این حالا آفت ها رو از بین ببرن. الان تو کشور سوئیس اتفاقا اینم باز دوباره یه موزل دیگه شده که کشور سوئیس در تقریبا 6-7 سال پیش یا کمی بیشتر 10 سال پیش شروع کرد به کشتن آفتهایی که حالا ضرورتی برای پوشش گیاهی و کشور نداشتن، که تا الان هلوش 70% از آفتها و کلن حشراتی که در اینجا هست رو سوئیس اومده همه رو سمپاشی کرده و از بین برده. خب اینم باز این دیگه مثلا از اون طرف دیوار افتاده، این دیگه حالا اتفاقی است که ممکنه در آینده گریبان گیرشون بشه. ولی منظور من از این گفته این بود که با یه آفت کش ساده میشه جنگل های زاگرس رو نجات داد و حداقل باعث شد که مثلا در 10 سال در 20 سال آینده اگر شدت گرما و خشکسالی اونجا بیشتر بشه، باعث شد که مثلا مردم اونجا دوباره مهاجرت نکنن به جاهای دیگه کشور. باز دوباره این مهاجرت اجباری موزلات دیگه ای رو به وجود میاره که گریبانگیره نه فقط اون منطقه بلکه کل کشور میشه. یا مثلا حالا اون دریاچه ارومیه که متاسفانه خبری اومد هفته پیش که به صورت کامل خشک شده، دیگه هیچ گونه آبی، حالا بعضی از مناطقش کمی آب داشتن ولی خب الان دریاچه به صورت کامل خشک شده و هیچ کس تا الان هیچ کاری انجام نداده، حالا از طرف دولت چون یه پروژه ملی هست، علاوه بر مردم دولت هم باید حمایت کنه، حالا ولی خب تا الان هیچ گونه کاری انجام نشده. یا مثلا حالا این رو هم ما در نظر بگیریم که ایران خودش یک کشور کم آب هست و خشکسالی اونجا بیداد میکنه، ولی از طرفی دولت باز میاد برای سود خودش که به اسم منافع ملی ازش نام میبره و میگه ما مجبوریم که مثلا بفروشیم اون سرمایه های ملیمون که آب و خاکمون هست که بتونیم کمک بقیه کشورهای همسایه رو داشته باشیم. مثلا یه زمانی اومده بود در تقریبا سال 84-85 بود
که اومده بود کل شهرهای شیراز، مناطق شیراز رو که آب زیرزمینی داشتن همه رو زهکشی کرد که مثلا صادر کنه به عراق یا صادر کنه به قطر، یا مثلا خاکهای حاصل خیزی که مثلا از شمال میفروشن به قطر، به عمان، به عراق برای کشاورزی. یعنی علاوه بر اون چیزی که حالا شرایط محیطی هست و گریزناپذیره مثل خشکسالی، خود دولت هم دوباره باز دوباره باعث میشه که این شرایط خیلی بدتر بشه و متاسفانه معضلاتمون دوچندان بشه. و به نظر من این اول همت همه مردم رو میخواد، بلخص فعالینی که تو این بخش دارن فعالیت میکنن، فعالین محیط زیستی که میتونن آموزش بدن به مردم و بعد یک گروهی رو تشکیل بدن، یک جامعه‌ای رو تشکیل بدن که خواهان باشن که چرا این خاک فروخته میشه، چرا این آب فروخته میشه، چرا این سدی که اصلا نیاز به ساختنش نیست، چرا این سد ساخته میشه. سد چابهار هیچ نیازی بهش نبوده که ساخته بشه، یک پروژه سپاه بوده که متاسفانه داره اونجا هم خشکسالی به وجود میاره، داره اونجا هم باعث به قولی مهاجرت اجباری مردم اون منطقه میشه، چون هم کشاورزیشون رو تحت تاثیر قرار داده، هم زندگی عادیشون رو. ممنونم از همه دوستان. اگر که مطلبی ندارین دعوت میکنم از سرکار خانم دژم سخنرانی خودشون رو در رابطه با روز جهانی پیشگیری از خودکشی ارائه بدن. خانم دژم بفرمایید. با سلام، وقت همگی بخیر. همونطور که جناب یگانه گفتن، موضوع سخنرانی من روز پیشگیری از روز جهانی پیشگیری از خودکشیه. همونطور که در جریان هستید، زندگی جنبه‌های مثبت و منفی بسیاری داره. رضایت خاطر، آرامش، موفقیت، خلاقیت، شادی و بخشی از اون بیروح، تکراری، کسل کننده، یک نواخت و در حادترین و دشوارترین شرایط مملو از تجارب دردآور و تأسف بار، اندوهناک و استراب آور و ناراحت کننده است. در اغلب موارد تمایل به خودکشی زمانی به اوج خودش میرسه که هیجانات و عواطف منفی زندگی فرد به شدت افزایش میابه و مرتب اون آزار میده و ناامید میکنه. در سال 2003 توسط انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی و همکاری با سازمان بهداشت جهانی 10 سپتامبر رو روز جهانی پیشگیری از خودکشی نام دادن که توجه رو به این موضوع متمرکز میکنه و آگاهی سازمان‌ها، دولت و مردم رو افزایش میده و پیامی منحصر به فرد میده که میتوان از خودکشی جلوگیری کرد. این روز یادآوری است که جایگزینی بر خودکشی وجود داره و هدف آن القای اعتماد به نفس و نور در همه ما. این روز یادآوری میکند که باید با دادن امیدواری به افرادی که افکار خودکشی را در ذهنشان میپرورانند، آنها را منصرف کنیم و به آنها نشان دهیم که برای دیگران اهمیت دارند. این همچنین نشون میده که اقدامات ما مهم نیست که چقدر کوچیک یا بزرگ باشد. برای کسانی که در حال حاضر در ناامیدی هستند، ممکنه که بتونه امید ایجاد کنه و بتونیم از پیشگیری از خودکشی اونها رو به عنوان یک برنامه بهداشت عمومی در اولویت کشورها قرار بدیم. به ویژه در جایی که دسترسی به خدمات سلامت روان در حال حاضر کمه. با تکیه بر این موضوع و انتشار این پیام در طول سالیان، میتوان جهانی را متصور شد که در آن خودکشی چندان رایج نباشد. همه ما میتوانیم به عنوان عنصری از جامعه، به عنوان یک کودک، یک والدین، یک دوست، یک همکار یا یک فرد با تجربه در زندگی، از حمایت کسانی که بحران خودکشی را تجربه میکنند یا قربانیان خودکشی شدن نقش داشته باشیم. همه ما میتوانیم به این افراد کمک کنیم و به آنها احساس امید و ارزش بدیم. میتوانیم با دادن احساس ارزشمند بودن آنها را از خودکشی یا افکاری که از این دست دارن جلوگیری کنیم. یه بررسی بکنیم آمار خودکشی رو. طبق آماری که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده، در 8-3 ثانیه یک نفر متاسفانه در جهان خودکشی میکنه. بیشترین آمار خودکشی متعلق به چین و روسیه است. سالیانه 20 تا 60 میلیون نفر در جهان خودکشی میکنن، اما 1 میلیونشون میتونیم بگیم که خودکشی موفق، در واقع به خودکشی موفق میانجامه.
و منجر به مرگشون میشه. خودکشی رفتار و پدیده ضد اجتماعیه که معمولا در پی فشارهای اجتماعی و خانوادگی شکل میگیره و خودکشی عملی است که به منظور رها شدن از مشکل و بن‌بستی که برای فرد به صورت بحران غیر قابل تحمل درآمده جلوه‌گر میشه. به عبارت دیگر فرد خودکشی را تنها راه ممکن برای نجات از سردرگمی و پریشانی میبیند. در بعضی موارد نیازها، خواسته ها و آرزوهای برآورده نشده چنان تأثیر عمیقی بر افکار و اذهان افراد ناامید و مستثار میگذارد که او را به سمت و سوی خودکشی میکشاند. تمام اقدامات منجر به خودکشی حاصل و انعکاسی از یک نیاز روانشناختی ناکام مانده است که اغلب افرادی که شدیداً خودشان را در برابر ناملایمات و هیجانات منفی زندگیشان ناتوان و درمانده احساس می‌کنند و تصور می‌کنند مشکلاتشان هیچگاه حل نمی‌شوند، دچار افکار آشفته و پریشانی می‌شوند که گاه آنها را به سوی آسیب رساندن به خودشان برمی‌انگیزاند. معمولا افرادی که در صدد خودکشی هستند تحمل درد و رنج بیشتری را در خود حس نمی‌کنند. آنها سعی می‌کنند با خودکشی کردن از شرایط غیرقابل تحمل زندگیشان فرار کنند. خودکشی برای آنها یعنی فرار از هیجانات غیرقابل تحمل و شرایط دردناک زندگی. برای آنها پذیرش درد و ناملایمات زندگی دیگر جایی در ذهن و فکر و توانشان ندارد. معمولا در اکثر کشورها از نظر آماری متاسفانه تعداد زنانی که خودکشی میکنند بیشتر از مردان. در اروپا زنان 14 برابر مردان اقدام به خودکشی میکنند، اما تعداد خودکشی هایی که منجر به مرگ میشه در آقایون تعدادش 2 برابره. که این هم دلیلش برمیگرده که مردان از روش های رادیکال تری مانند گلوله و دار زدن استفاده میکنن، ولی اکثر زنها دارو میخورن که البته مسائل آماری نمیتواند توضیح بدن که چرا زنها از این روش ها استفاده میکنن که امکان مردن رو در آنها کمتر میکنه. آمار تنها تفاوت میان زن و مردان نشان میدهد. تغییر شرایط اجتماعی هم نوع خودکشی ها را تغییر داده و هم تفاوت بین دو جنس را در واقع. این که زنها به صورت حداقلی هم شده به یک سری قانون، زنها در واقع به یک سری قانون برابر دست پیدا کردن که باعث شده حد زیادی میزان خودکشی در زنان در اروپا کاهش پیدا بکنه. به فردی که افسردگی شدید دارد یا حرف از خودکشی میزند باید از نصیحت آدم افسرده و ناامید پرهیز کنیم. این یکی از مهمترین مواردیه که بهش اشاره شده که وقتی اگر کسی رو میبینید که افکار خودکشی در ذهنش میپرورونه لطفاً اون آدم رو نصیحت نکنید. درس اخلاق دادن بیهوده است، زیرا احساس ناتوانی و گناه را در فرد مبتلا تشدید میکند. نباید گفت همه از پس این مشکلات بر اومدن و راضی هستن، تو چرا نمیتونی این کار بکنی. مهم اینه که از انزوای فرد جلوگیری بشه. فرد باید بتواند از میل خود به خودکشی حرف بزند و کسی صحبتهای او را گوش بدهد. نباید مشکلات فرد افسرده را که در آستانه خودکشی هست رو کوچک بگیریم یا دست کم بشماریم. همزمان نباید فکر کرد که صحبت کردن در این باره ممکن است قبح تصمیم خودکشی را از بین ببرد و میل به آن را تشدید کند. بسیاری از خانواده‌ها متاسفانه فکر می‌کنند که اگر در این زمینه سکوت کنند به نوعی کمک کردن، اما اگر فرد ببیند که توسط دیگران فهمیده میشه، به حرفش گوش داده میشه و در مورد او دورادور قضاوت نمیشه، در حالش حتما تاثیر خواهد. در فرانسه تحقیق کردن که حدود 75% کسانی که تصمیم به خودکشی داشتن وقتی توانستند با کسی در مورد این موضوع حرف بزنن تصمیمشون رو تغییر دادن. یک بخش دیگر که مربوط به مسائل اجتماعی و باید آموزگاران در مدرسه با علائم خودکشی در دوران نوجوانی در واقع آشنا باشن که مثل افسردگی، انزوا و میل به تنهایی هست.
باید نسبت به آنها حساسیت نشون بدهند. دبیر کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان ایران میگه که از سال 1384 تا کنون خودکشی روند صعودی داشته. بیشتر میزان خودکشی در گروه افراد با مشاغل آزاد، بیکار و یا خانه‌دار بوده که تعیین کننده نقش وضعیت نابسامان اقتصادی متاسفانه در ایران هست که اقدام به خودکشی میشه. سالانه 100 هزار نفر در کشور ما اقدام به خودکشی میکنن. و این آخرین آماری است که رستم تقی‌بندی معاون وزیر کشور از میزان خودکشی ها در ایران ارائه داده. خودکشی محمد 11 ساله بوشهری، ساناز 13 ساله در دیشمون و آناهیتا 18 ساله در یاسوج گرفته تا خودکشی هادیان و کارگران پارس جنوبی در اصلیه. اینها تنها بخشی از خودکشی های اخیری هستند که در رسانه ها منتشر شد. برخی به روان پزشکا مراجعه میکنند. شاید به روند درمان و یا از تصمیمی که گرفتن منصرف بشن. برخی کارشان به بیمارستان روانی کشیده میشه بعد از اینکه به اقدام به خودکشی میکنن و باید مدتی و تحت درمان باشن. اما برخی نه دسترسی به روان پزشک دارن، نه آگاهی از اینکه چگونه باید با این موضوع مواجه بشن و موقعیت بحرانی خودشون رو در واقع با کسی در میون بذارن. مریم معصومی روانپزشک و دبیر کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان ایران میگوید بحث خودکشی پیچیده است و حتما بیش از یک علت میتواند برای آن در نظر گرفته شود. تعامل بین عوامل زیستی، روانی، اجتماعی به عنوان عامل خطر یا محافظت کننده مطرح میشه. به علاوه نرخ بیکاری و فقر، سن، جنسیت، مصرف مواد و الکل، بیماری های روان پزشکی درمان نشده، میزان دسترسی به روش های مهلک خودکشی و ناامنی محیط از عوامل تاثیرگذار هستند که در همین مورد کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روان پزشکان ایران میگه در گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور نشون میده که از سال 1384 تا کنون با توجه به اینکه روند صعودی داشته طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی در سال 2021 میزانش به 5.2% 52% 52% هزار نفر جمعیت بوده. همون 52% هزار نفر جمعیت. آمار برگرفته از آخرین سالنامه آماری منتشر شده از سازمان بهداشتی ببخشید سازمان پزشکی قانونی نشون میده که طی سالهای اخیر حدود 8-10% افزایش داشتیم. یه آمار به صورت جغرافیایی منتشر کرده این سازمان که با هم بررسیش میکنیم، گفته که در کدام استانها میزان خودکشی بیشتره که خانم معصومی در این مورد میگه که توزیع جغرافیایی موارد خودکشی در سطح استانهای کشور ناهمگنه. استانهای مختلف در طول زمان میزانهای متفاوتی از خودکشی رو ثبت کردن. در این بین بعضی از استانها مثل ایلام، کرمانشاه، لرستان، همدان، گیلان، کوهگیلوی و بویراحمد همواره میزان بالاتری از خودکشی رو متاسفانه گزارش کردن که بر اساس آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران در تابستان 1400 استانهای ایلام، کوهگیلوی و بویراحمد، کردستان و لرستان شاخص فلاکت بالایی دارند. شاخص فلاکت هم بر پایه تورم و بیکاری محاسبه می شود. از طرف این استانها از کانونهای خودکشی در ایران به حساب بیان. این روانپزشک میگه که بیشتر میزان خودکشی در گروه های افراد با مشاغل آزاد، بیکار و خانه‌دار، همطور که قبلا بهش اشاره کردیم، که به وضعیت نابسامان متاسفانه اقتصادی در کشور منجر بشه. یکی دیگه از مواردی که انجمن روانپزشکان ایران در واقع بهش اشاره میکنه از عوامل محیطی خودکشی میزان دسترسی به روش‌های مهلکیه که به طوری که مواردی مانند خودسوزی در یک مناطقی بیشتر یا کمتر به چشم میخوره. مثلا اینکه
در مناطقی بیشتر انسان ها بیشتر به انواع سوخت مثل نفت و گاز و اینا دسترسی دارن، اون آدم های اون منطقه از روش خودسوزی بر خودکشیشون استفاده میکنن، که گفته کاهش دسترسی در کاهش نرخ خودکشی حتما تأثیر پذیر خواهد. این روان پزشک در باره پیشگیری از خودکشی در جامعه میگوید پیشگیری از خودکشی اصلا کار راحتی نیست و مستلزم یک رویکرد جامع و اجرای طرح گسترده ای از مداخلات آموزش فرزند پروری تا مشاوره خانوادگی، درمان اختلالات روانی و غیره. و ادامه میده میگه برنامه های کشوری پیشگیری از خودکشی از ابتدای سال 99 در تمامی 63 دانشگاه علوم پزشکی کشور و مناطق تحت پوشش در حال اجراست. خانم معصومی میگه که یکی از عوامل مورد توجه در این برنامه نقش رسانه ها در انعکاس درست و صحیح موضوع، زیرا گاهی خبری که در واقع بیانگر یک رویداد اجتماعی به نام خودکشی میتونه خودش مشوق افرادی باشه که افکار خودکشی رو تو سرشون میپروردن. یعنی اینکه سواد این که برنامه‌ای که درست میکنیم که در از خودکشی پیشگیری میکنه خیلی مهمتره تا اینکه همتا یه برنامه بسازیم. بعد بنیاد در واقع اون برنامه فکر بشه و پایه و اساس روانپزشکی داشته باشه. برنامه کشوری پیشگیری از خودکشی در ابتدای اینا که گفتم خدمتتون در تمامی 63 دانشگاه علوم پزشکی در حال اجرا هست. یکی دیگه از عواملی که میتونه مهم باشه در کاهش نرخ خودکشی شناسایی زود هنگام افراد در معرض خطره، که میگه خودکشی رو به عنوان راه حلی ساده انگارانه مطرح نکنیم. خودکشی پسر 11 ساله که فقط به خاطر موبایل انجام داد و یادمون نره. خودکشی هیچگاه در نتیجه یک عامل اتفاق نمی‌افتد و معمولاً تعامل پیچیده‌ای از عوامل روانی، جسمی، مشکلات خانوادگی، تعارضات، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و غیره و استرس‌های زندگی منجر به خودکشی فرد می‌شود. ممنون که به سخنرانی من گوش دادید. اگر موردی بود میشنوم. مرسی. خیلی ممنونم از شما خانم دژم بابت سخنرانی خوبی که انجام دادین. خانم ده بزرگی بفرمایید، مایک برای شما آزاد. ممنونم. ممنونم از خانم دژم به خاطر موضوعی رو که انتخاب کردن راجع بهش صحبت کردن. من یه تجربه شخصی خودم رو میخواستم باهاتون در میون بذارم. تقریبا در سالهای 1373، 74، 75، خیلی سال پیش، شاید شما بعضیاتون حالا یه کودکی بودید، من اون موقع بیمارستان قطب دین شیراز کار میکردم، بخش سوختگی. خب من همون موقع جوان بودم مثل حالا شما و تازه استخدام تو بیمارستان و برای من خیلی تعجب آور بود که بخش زنان سوختگی بیمارستان قطب دین 100% بیمارانی که بهش مراجعه میکردن از بیشتر، حالا میگم 100%، شاید 99.9%شون از زنانی بودن که خودسوزی کرده بودن و اکثرا از استانهای کوهکیلو، بوی رحمت، از مثلا قسمت ناحیه لور نشین، ترک نشین، از او قسمت بودن و متاسفانه اینها همشون به دلایل اون مشکلات خانوادگی و حقوق نابرابر انسانی که برشون انجام میشد خودسوزی میکردن و همشون هم متاسفانه فوت میشدن و از بین میرفتن. سالا از این قضیه گذشت، منم دیگه اونجا کار نمیکردم بعد از چند سال و از یه سری از همکارانی که اطلاع گرفتم، مثلا شاید 10 سال بعدش، 15 سال بعدش، میگفتن همچنان داستان همینه. یعنی همون مراجع کنندگان اون بیمارستان همون متاسفانه زنانی هستن که از اون مناطق میاد. و این خب خیلی موضوع کارشناسی شده ای نیاز داره که واقعا آدم باید بهش فکر کنه. حالا بعد از اون داستان که الان خب ما هممون، یا خود من چقدر رشد فردی کردم، اطلاعاتم بیشتر شد، به حقوق انسانی خودم خیلی آگاه تر شدم و مهاجرت کردم،
در حال حاضر، حالا بعد از شاید نزدیک 30 سال، 20 و چند سال از اون داستان ماجرا میگذره، در حال حاضر هم هنوز میبینیم که خیلی آمار خودکشی توی ایران هست، به خصوص که به قول خانم دژم وقتی کودک 11 ساله چه از دنیا و زندگی میفهمه که بخواد اصلا خودش بکشه، یا اون دختر آبی چرا خودش بکشه، یا اون دختر زن کرد، فکر میکنم کرد هست، که تو زندان حامله بود و بچهش رو به دنیا آورد، حالا حضور ذهن ندارم اسمش چی بوده، که اول قرص به بچهش میده و خودش رو میخواسته بکشه، که خب از اون به اصطلاح اتفاق زنده بیرون اومد. خب اینا عاملش چیه؟ عاملش کیه؟ چرا یه اتفاق میفته که یک انسانی به کجا میرسه که بخواد دست به کشتن خودش و رها شدن از اون بحران و فشار روحی و روانی دست بزنه؟ و الان من فکر میکنم در حال حاضر بیشتر اون فشارهای روانی و دلایل خودکشی افراد بیشتر واقعا خود حکومت جمهوری اسلامیه، که به دلایل‌های مختلف، فشار مالی، فشار اقتصادی، محروم کردن انسان‌ها از حق و حقوقشون، آدم‌ها رو به این اتفاق وامی داره. چقدر هنوز زندانیانی که زندانیان سیاسی، زندانیان فعالی که در زندان‌های ایران به سر می‌برن یا به بهانه کشتنشون توسط دولت جمهوری اسلامی به این بهانه میگه که اینا خودکشی کردن. من فقط همین رو میخواستم خدمت دوستان بگم و ممنونم از این فرصتی که به من دادی. خیلی ممنونم از شما خانم ده بزرگی و خانم دژم، دقیقا کاملا اطلاعات مفیدی بود که هر دو شما اتان دادین. بله، و این که حالا خانم دژم فرمودن که حالا 3-4 تا استان رو نام بردن، که من فقط یکی دو تاشو تو ذهنم داشتم، ایلام فکر میکنم بود و لرستان. دقیقا خب وقتی بخواید به من مناطق مختلف ایران نگاه کنید، اونجاهایی که اقوام مختلف هستن، اقوام مثلا حالا مثل لرستان که لر هستن، یا مثلا آذربایجان یا کردستان، بعضی از اقوام ایران خب یه غرور خاصی دارن، چه مردانشون و چه بانوانشون، یک غرور خاص دارن، یک به قولی عزت نفسی دارن، که همین شاید باعث میشه که نتونن اون مشکلات خودشون رو با دیگران در میون بذارن. حالا در بخش مردان ما متاسفانه توی فرهنگمون داریم که مرد که گریه نمیکنه، مرد که این کارو نمیکنه، مرد که اون کارو نمیکنه، و همین مسائل باعث میشن که به نظر من این مشکلات روحی روانی تلمبار بشن توی جسم و روح افراد و به یک جایی برسه که متاسفانه دیگه هیچ راهی جز خودکشی براشون مقدور نباشه. و بعضی موقع مثلا شنیده میشه که به قولی که حالا این افراد رو از لحاظ مشاوره و از لحاظ روانشناسی بخوان کمکشون کنن، معمولا ما میشنویم توی جامعه میگن خودکشی کار آدمای ترسوه. به نظر من خودکشی خودش یه شجاعت خیلی خاصی میخواد، که طرف باید به یه جایی رسیده باشه که دیگه از مرگ نترسه، چون هر انسانی از مرگ میترسه و هیچ گونه ایده‌ای پشتش نیست که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته، و شاخصه انسان اینه که چون نمیدونه چه اتفاقی میفته همیشه ترس داره، پس اون ترس ریخته شده از مرگ و اون ناامیدی کل اون روح افراد رو تحت شعاع قرار داده و به این نقطه رسونده که خودکشی کنن. ولی خب یکی از بزرگترین مسائلی که توی ایران حالا درگذر از بخشی که مربوط به دولت میشه، بخشی که مربوط به کمک رسانی میشه، بخشی که مربوط به رفاه جامعه میشه، وقتی رفاه جامعه بالا باشه هیچ وقت همچین اتفاقایی نمیفته، در گذر از این اون بخش فرهنگی، مذهبی و اجتماعی هست که به نظر من یک تابویی هست در ایران، که افراد درباره مشکلاتشون با دیگران صحبت نمیکنن، از مشاوره کمک نمیگیرن، یا بعضا میشنویم که مگه من دیوونه‌ام که برم مشاوره؟ دیوونه‌ها که نمیرن مشاوره، اونایی که نیاز دارن
به مشاوره میرن، مشاوره میکنن و این موضوع هنوز توی ایران متاسفانه جا نیفتاده که فقط دیوانه ها نیستن که به مشاوره نیاز دارن، آدم های سالم هم به نوعی به مشاوره نیاز دارن. هرچند که من حالا این کلمه دیوانه رو زیاد جالب نمیبینم، چون هر کسی که به قول حسین پناهی از ما کمتر میفهمه و یا از ما جلوتر میفهمه رو نمیشه دیوانه خطاب کرد. بفرمایید خانم دژم، مایک برای شما آزاده. ممنونم. من همین که اشاره کردین رو می‌خواستم بگم. یه موضوع دیگه هم بود، این که اصلا مشکلات فرهنگی یکی هم که به شما بهش گفتین، این که ما اصلا با مشاوره غریبه ایم و به قول شما اگه به کسی بگیم باید بری پیش مشاور جیپه میگیرن. این به نظر من یه مشکل فرهنگیه توی ماها. و یک مشکل فرهنگی دیگه هم که میشه بهش اشاره کرد این که ما هیچ وقت برای اطرافیانمون گوش شنوا نیستیم. همه ما اینجوریم که سعی میکنیم اگه کسی میاد راجع به یک مسئله مشکلی با ما صحبت میکنه، حتما ما هم یه بار این کار کردیم، اصرار داریم بگیم نه من خیلی از سالم بدتر بوده، من خیلی مشکلات سخت اصلا باشه سرگذارم. و اینکه اون لحظه اون آدم که میاد با ما صحبت میکنه نیاز داره که فقط با بهش گوش کنیم، مثلا کامنت ندیم یا باش همدردی کنیم، نه که اصرار کنیم که من حالم از تو بدتره. و یه موضوع دیگه آقا یگان شما بهش اشاره کردیم، اتفاقا بعضی از روانشناسان معتقدن که این کلمه که میان میگیم یک انسان به یک شجاعتی رسیده که خودکشی کرده، این در واقع یک نوع تبلیغ خودکشیه، چون اون آدمی که تو اون لحظه داره به این موضوع فکر میکنه، ذهنش مثلا 99% به خودکشی داره فکر میکنه، وقتی فکر میکنه این کار ممکنه یه شجاعتی باشه پشتش، یا میگه واو پس من چرا آدم خفن میتونم باشم، باشه بس خودم بکشم. یک عده از روانشناسان معتقدن که این میشه یه تبلیغ خودکشی. پس آدم هایی که این کار کردن، حالا هر چند آدم های بزرگی بودن، واقعا همه هم میشستیم تو طول تاریخ که از یه جایی به بعد تصمیم گرفتن زندگیشون رو تموم کنن، میگن که بیاین این آدم ها رو بولد نکنیم، چون این کار میشه تبلیغ خودکشی و چیز جالبی نیست. مرسی. بسیار عالی، ممنونم از تذکرتون. منم با شما موافقم، ولی اینکه به نوعی مثلا افرادی که خودشون رو میکشن رو ترسو خطاب کنیم و کنار بزنیم و یه جور در موردش حرف نزنیم، فکر میکنم این هم خودش نادیده گرفتن محسوب میشه و یه جورایی به اون فرد این احساس رو میده خب من که اصلا وجودم اهمیتی نداره، ترسو هم که هستم، از جامعه هم که طرد شدم، پس بهتره که خاتمه بدم مثلا به این زندگی. و منظور من حالا تبلیغ نبود، ولی خب ممنون که گفتین و سعی میکنم که حالا جملات رو بهتر استفاده کنم. خانم تنهایی بفرمایید، مایک برای شما آزاده و بعد از اون سرکار خانم مشرف. در مورد همین موضوعی که الان خانم دژان فرمودن، ما میگیم که حالا به نظر من اینطوریه که بهتره که نه ترس براش بذاریم نه شجاعت، و صفتی قرار نیستش به این عمل خودکشی بدیم. در واقع بهترین کار اینه که ما بگردیم دنبال علل خودکشی افراد. موزلی هستش که تو همه جوامع الان هستش متاسفانه، و توی ایران به شدت داریم میبینیم. به نظر من بهتر اینه که بگردیم دنبال این که چرا افراد دارن دست به خودکشی میزنن و اصلا چه چیزی باعث میشه که این کار اصلا تو ذهن افراد بیاد. همین موضوع بچه‌ای که الان دست به خودکشی زده، خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی چیزا میتونه توش موثر باشه. اول جامعه بزرگی که توش داریم زندگی میکنیم، و بعد همینطور جوامع کوچیکتر و اون دایره انسانهایی که روی این کودک دارن یه تأثیری میذارن، و خانواده یکی از مهمترینش هستش. به نظر من خودکشی صفتی نمیخواد و کاملا خود خودکشی صفته. حالا این که بیایم بگیم طرف قوی بوده یا ضعیف بوده یا شکست خورده یا حالا ترس داشته یا شجاعت داشته، اینا دردی رو به نظر من دوا نمی کنه. اون مشکل است که باید پیدا کنیم، و بعد از پیدا کردن مشکل قطعا راه حلیه که براش حالا یا وجود داره یا باید پیدا کرد. مرسی. ممنون از شما. خانم مشرف بفرمایید، مایک بر شما آزاد.
ممنون. سلام عرض میکنم خدمت همه. یکی از موضوعاتی که بین همه موارد گفته شد و نادیده گرفته شد اینه که خودکشی یه مشکل روحیه، یه مشکل جسمی نیست که تو ظاهر کسی بشه تشخیصش داد، و همینجور که الان خیلی کلیپ ها از وایرال میشه، افرادی هستن که خیلی حتی چندین ساعت قبل خیلی شاد بودن و به قول معروف حتی توی جمعی بودن که بیشتر از همه اون افراد شادی کردن، ولی چند ساعت بعد خودکشی کردن یا یک هفته بعد. اینا همه برمیگرده به این که نسبت به آدمای اطرافمون بی تفاوت نباشیم، اینکه حالا یک هفته قبل یکی یه مشکلی داشته باشه سرسری ازش نگذشته باشه. و این مشکل پیش اومده که همه آدما درگیر مشکلات شخصی خودشون هستن و حتی برای دوستای خودشون شاید مثل زمانهای قدیمی که خیلی همه از جیک و پیک هم خبر داشتن خبردار نیستن، یا یه جوری رفتار میکنن که مشکلات رو برای خودت نگهدار، انرژی منفی نده. همین باعث میشه که افراد درد دل نکنن و میگم خیلی اصلا حفظ ظاهر میکنن، خیلی خودشون شاد قوی و محکم نشون میدن، ولی به یه جایی میرسن که یهو این تصمیم رو گرفتن. برگردیم به اینی که حواسمون به هم باشه، چون که خودکشی از مشکل روحی میاد که به قول معروف توی ظاهر و قیافه و جسم کسی مشخص نیست. من ممنون که به من وقت دادید، مایکو میبندم. ممنون از شما. جناب حمزه‌زاده‌ام دست بلند کرده بودن، اگر که مایل باشین من مایکو بر شما آزاد کنم. سلام درست گفتم دیگه دوستان و همکاران. البته من لایک تایید فرستادم، ولی خب حالا میخواستم برم اینجا اضافه کنم به این موضوع. خودکشی توی ایران دلایل مختلفی داره نسبت به جای دیگه. من فکر میکنم خب ما اینجا دیدیم آدمایی هستن که از رفاه و از خوشی این کار رو انجام میدن، یه سری دیگه از آدم هستن از روی فشار این کار انجام میدن. ما الان تو کشورهای دیگه هم خودکشی داریم، تو همین آلمان هم هست، ولی خب کسی که اینجا خودکشی میکنه مشکلش با کسی که تو ایران زندگی میکنه یکی نیست. من حس میکنم تو ایران بیشتر فشارهای اطرافه که باعث میشه طرف خودکشی میکنه، حالا فشار مالی یا فشار روحی، و کسی که این کارو میکنه بیشتر تو فشاره، برای همین تو ایران دست به خودکشی میزنن. و حس میکنم که فرق میکنه با دلایلش تو کشورهای دیگه. ممنونم. مایکتون بسته است جناب یگانه. ممنون از شما، ممنون از اینکه نظراتتون رو ارائه دادین. دقیقا همینطوره و حق با همه شما عزیزانه. خودکشی دلایل مختلفی داره که میشه روی هر موضوع اون ساعتها نشست و بحث و گفتگو کرد، ولی کن توی زمان ما نمی گنجه. خانم مشرف اگر که آماده باشین دعوت میکنم از شما سخنرانی خودتون ارائه بدین با موضوع حرکت به سمت پیری جمعیت. بفرمایید. ممنون از شما. موضوع سخنرانی من حرکت به سمت پیری جمعیت هستش. سعی کردم به صورت خلاصه، حالا چون که آخر تایم جلسه هم هست که از حوصله جمع خارج نمیشه، به این موضوع بپردازیم. اینجوری شروع بکنم که زنگ خطر پیری جمعیت در کشور به صدا در اومده و نرخ رشد جمعیت توی کشور در حال کاهش هستش و مسائل متعددی در بحث فرزندآوری توی جامعه مطرح میشه، اما به نظر میرسه که عوامل گوناگونی دست به دست همدیگه دادن که خانواده ها زیر بار قبول مسئولیت فرزند نرن. مسائل فرهنگی امروزه بر مسائل اقتصادی توی بحث فرزندآوری پیشی گرفته و برعکس دهه 60 و انتهای دهه 60 که تبلیغات گسترده‌ای توی کشور بر بحث کنترل جمعیت صورت گرفته بود که شعار فرزند کمتر زندگی بهتر را توی ذهن همه افراد جامعه نقش بسته بودند، در کنار اقدامات تبلیغاتی و خانوادهایی که اقدام به فرزندآوری می‌کردند و تعداد فرزندان اونها بیشتر از 3 فرزند می‌شد و این فرزندی که بیشتر از 3 بود از داشتن برخی حقوق اجتماعی مثل همون کوپن‌ها محروم می‌شدند،
باعث شده بود که خانواده ها رشد جمعیت رو کم کنند. الان بعد از چند دهه تبلیغات گسترده‌ای در حوزه کنترل جمعیت انجام شده و تشویق مجدد خانواده ها به فرزندآوری کاری بسیار دشوار هستش. چون که از نظر فرهنگی بسیاری از مردم نمیپذیرن که تعداد فرزندشون بیشتر از 2 باشه. خیلی از خانواده ها معتقدن که اگر تعداد فرزندانشون کم باشه میتونن فرصت بیشتری رو برای تربیت و رسیدگی به فرزندان خودشون داشته باشن. مجلس شورای اسلامی هم برای جلوگیری از تبعات پیری جمعیت توی کشور طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده رو مصوب کرده که توی این طرح مشوق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری خانواده‌ها در نظر گرفته شده. حالا باید ببینیم که در مرحله اجرا این طرح تا چه اندازه میتونه موفق باشه و آیا وعده‌هایی که داده شده عملی خواهد شد یا نه. البته این طرح موافق و مخالفان بسیاری رو داره که مخالفاش معتقدن این طرح نمیتونه چندان در بحث افزایش جمعیت مؤثر واقع بشه. اگر شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کنه، خانواده ها خودشون اقدام به فرزندآوری می کنن و نیازی به مشوق نیست. کاهش فرزندآوری در دراز مدت منجر به پیری و از کار افتادگی جمعیت کشور میشه که همین واقعه می تونه تبعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی رو به دنبال داشته باشه. با افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا، موضوع فرزندآوری و جمعیت از اهمیت بالایی برخوردار شد و به همین سبب مسئولان باید تمهیدات ویژه‌ای رو در نظر بگیرن. فرزندآوری یکی از مهمترین مؤلفه‌های علم جمعیت هستش که از جمله موضوعاتی در حوزه مسائل اجتماعی توجه زیادی رو به خودش معطوف داشته. تحولات جمعیتی هر کشوری بیشتر از هر عاملی ریشه در باورها و نگرش زوجین به فرزندآوری داره و بر اساس آمارها و برآوردهای انجام شده جمعیت کشور رو به کهنسالی و پیری پیش داره میره و جمعیت سالمندان کشور 10 برابر تختهای بیمارستانی کشور میشه. فرزندآوری تو نظام خانواده از چالش‌های جدی زوجین در عصر کنونی هستش، چون مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین موانع خانواده‌ها برای فرزندآوری هستش و این موضوع حمایت دولت و مسئولین رو برای کاهش مشکلات اقتصادی می‌طلبه. برنامه‌های از جمله ارائه مشوق‌های فرزندآوری، افزایش وام ازدواج، کمک هزینه فرزندآوری، بیمه‌های هزینه بارداری و زایمان، کنترل طلاق، کمک هزینه واکسیناسیون کودکان، کمک هزینه مراقبت از کودک و سایر موارد باید در دستور کار دولت ایران و مسئولین قرار بگیرد. در اطراف هر کدوم از ماها کم نیستن زوجهایی که سالهای زیادی از عمر زناشویشون میگذره ولی هنوز فرزندی نداره. وقتی هم که از اونها میپرسن که چرا بچه دار نمیشید، جواب مشترکی میدن از نداشتن امنیت شغلی، حالا چه پدر چه مادر و بیشتر پدر خانواده، تا گرانی این روزهای جامعه که هر کدوم بر زوجهای جوان میتونه دلیلی برای فرزند گریزی اونها باشه. وقتی گذشته رو نگاه میکنیم متوجه میشیم که خانواده های قدیمی علارغم کمبودهای مالی و اقتصادی مختلف تو زندگیشون دست از فرزندآوری بر نمیداشتن و 5، 6 و یا 7 و حتی بیشتر تعداد فرزندان یک خانواده بود و خانواده های پر جمعیت قدیمی ایرانی هم معروف هستن. اما با گذشت زمان تعداد فرزندای یک خانواده که تازه تشکیل شده کم و کمتر شد تا به موزل تک فرزندی برخوردید و سالهاست که با این موزل دست و پنجه نرم کردید و در نهایت امروز با مشکل گریز از فرزندآوری و کاهش به میل فرزندآوری در بین زوجین روبرو شدید. با اشاره به اینکه متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل اینکه سبک زندگی جوانان تغییر کرده، باید اضافه کرد که
تمایل به فرزندآوری توی جوانا کاهش پیدا کرد و در واقع افزایش سه مؤلفه رفاه اقتصادی، تجمل‌گرایی، مسئولیت گریزی و آسایش طلبی که در نسل جوان وجود داره باعث شده که فرزندآوری رو برای خودشون معقوله دشواری تصور کنن. نکته جالب در بحث فرزندآوری اینه که همیشه ما فکر میکنیم این ما هستیم که فرزندامون رو تربیت میکنیم، در حالی که این فرزندان هستن که با حضور خودشون ما رو تربیت میکنن و این ما هستیم که برای کنار اومدن با یک انسان جدید باید با خودمون کنار بیاد و مواجهه با یک انسان جدید رو یاد بگیریم. والدین باید در مقابل اون انسان جدید که همون فرزند متولد شده هست کوتاه بیان و یا گاهی ایستادگی بکنن و در واقع یک نوع پرورش روح پدر و مادر. یعنی بیش از این که والدین قرار باشه فرزندان خودشون رو تربیت کنن، فرزندان هستن که بر رشد روح و روان والدین تاثیرگذار هستن. توجه به مادیات، رقابت و چشم و همچشمی در برخی از خانواده ها، تولدها و جشنهای اونچنانی، صرف هزینه های زیاد برای عمل سزارین و برگزاری جشن‌های تولد پس از به دنیا اومدن بچه چه در بیمارستان و مناسبت‌های مختلف سبب میشه که زوج‌های جوانی که قشر متوسط جامعه هستند میل کمتری به بچه دار شدن داشته باشن، با بیان اینکه از طرف دیگه توجه زیاد به مادیات و تصور جوانان به اینکه باید در رفاه کامل فرزندشون رو بزرگ کنن باید اضافه کرد. این مسئله باعث میشه که زوج‌های جوان در امر فرزندآوری تعلل کنند و این در حالیه که تجربه‌های تربیتی نشون داده نوع تربیت گلخانه‌ای اساساً کمتر جواب بده و تجربه‌های تربیت جهادی اثرگذاری بیشتری داره. نهاد ارزشمند خانواده باید از همون ابتدا با آموزش‌های صحیح قبل از ازدواج مستحکم بشه و در ادامه نیز با ارائه خدمات باروری سالم با دو رویکرد افزایش نرخ باروری کلی و حفظ و ارتقای سلامت مادران و کودکان به صورت همراه و همزمان بیش از هر زمان تقویت بشه. کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول، کاهش میل به تک فرزندی و کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان از جمله عوامل مؤثر در بحث جمعیت هستند که باید به ویژه مد نظر مسئولان و به خصوص در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد که با مشکل کاهش فرزندآوری مواجه هستند قرار بگیره که آمار کاهش فرزندآوریشون در شهرکرد میزان خیلی بالایی هستش. در هر صورت باید زیرساخت‌های فرزندآوری توی جامعه شکل گرفته و تقویت بشه که یکی از اصلی ترین این موارد اشتغال و حس امنیت مسئول خانواده است. علاوه بر این حمایت از تشکیل خانواده و پشتیبانی از آن باید به عنوان یک اصل در دولت جمهوری اسلامی ایران مورد توجه بیشتری قرار بگیره. من سخنرانیمو در اینجا به پایان میرسونم و این نکته رو میخوام در کنار این عوامل ذکر کنم. دولت ایران که در حال حاضر یه تاکید خاصی به فرزندآوری داره، یکی از دلایلش هم اعدام‌های بی‌وقفه‌ای هست که داره انجام میده و در کنار بیماری‌ها و عوامل دیگه این هم به کاهش جمعیت و افزایش جمعیت به پیری خیلی داره قول معروف اضافه میشه، چون اکثریت هم جوان ها بودن که اعدام شدن. ممنون از این که وقت به من دادید. من مایکل بند. بسیار عالی، ممنون از شما خانم مشرف بابت سخنرانی که انجام دادین. دوستان اگر که در این مورد مطلب و یا سوالی دارین لطفا دست خودتون رو بالا ببرید تا مایک برای شما آزاد بشه. من فکر میکنم این هم باز موضوعی امروز، موضوعاتی که حالا انجام شده و سخنرانی شده واقعا خیلی موضوعاتی هستن که هم عالی هم میشه دربارشون خیلی صحبت کرد، هم معضلات روز جامعه هستن و همین که خیلی حرف برای گفتن براشون هست.
اگر که مایل هستین لطفا دست بلند کنید تا مایک از برای شما آزاد بشه. بفرمایید خانم ده بزرگی و همچنین حالا دوستان و مهمانانی که اومدن، خیلی خوشحال میشیم که نظراتشون رو هم بشنویم. بفرمایید خانم ده بزرگی. ممنونم که این فرصت رو به من دادین. ممنونم از این همکارمون، موضوع جالبی رو مطرح کردن. من خواستم این رو اضافه کنم. خب در طول تاریخ هزاران سال قبل یا حالا میلیون ها شاید سال قبل از پیدایش بشر تا به امروز، وقتی که بیایم بررسی کنیم میبینیم همیشه بشر، انسان برای تولید مثل یا تولید بقا، خب این یک نیاز ذاتی هر انسانی بوده، غریزی بوده. ولی از هزاران سال پیش تا به امروز وقتی که انسان ها خب یاد میگیرن که در کنار یک رودخانه یا آبی ساکن بشن و کشاورزی رو میشناسن و روی زمین کار میکنن و غذاشون تامین میشه، بعد از اون شاید به طور ناخودآگاه یاد میگیرن، میفهمن که تولید مثل زیاد به خصوص جنس مذکر یا پسر خودش به عنوان نیروی کار محسوب میشه. بنابراین در هر بخشی از کره جغرافیایی یا زمین، حالا در هر منطقه فرق نمیکنه، اقلیمی، با هر ملیتی، دینی، اعتقادی، نژادی، معمولا به انسان به عنوان، به خصوص پسرا، به عنوان نیروی کار محسوب میشه و به این چشم دیده میشه و بنابراین همیشه میان این تولید مثل رو زیاد میکنن. حالا که از جمله فرهنگ مثل کشور ما که خب به زمان آریایی ها و ماد ها و پارس ها و تا به امروز میرسه، واقعا فرزندان به خصوص پسر و تعداد زیادشون توی یه جورای فرهنگ ما ایرانی ها یک عرب و جو منزلت خاصی پیدا میکنه، چون ناناور خانواده میشن، چون کشاورزی میکردن، چون بعدش دامداری میکردن، چون بعدش وارد بازار کار میشدن و میتونستن درآمدزا باشن، مفید بودن، سودمند بودن برای اون خانواده، برای اون جامعه. و بعد از اون خب تا میرسه به حالا دوران ما و بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی که خب اینم دست خوش خیلی تحولات و تبلیغ و به اصطلاح انکار و حالا فرزند کمتر زندگی بهتر، یا به الان که برعکسش اومدن در حال حاضر همچه قوانینی رو وضع کردن که خانم ها در حال حاضر، من دیروز پیروز این اخبار رو خوندم، توی شهر اصفهان، حالا شهرهای دیگر رو نمیدونم، ولی اصفهان در حال حاضر مثلا بستن لوله های رحم زنان ممنوع شد، که دولت در حال حاضر داره خیلی تبلیغ کودک همسری میکنه، خیلی تبلیغ فرزند آوری میکنه و خب به طبع باز خیلی تعریف رفاه اجتماعی و ارزش های انسان ها از هزاران سال پیش تا به امروز خیلی تغییر کرده. خب امروز انسان ها اون تعریفی رو که از ارزش ها و رفاه اجتماعی دارن 100 سال پیش واقعا همچین، حتی چند ده سال پیش هم همچین تعریفی نبوده، تغییر کرده. همون جور که تعریف سواد روز به روز داره تغییر پیدا میکنه با توجه به اون پیشرفت تکنولوژی و آگاهی انسان ها و پیشرفتن زمانه تاریخی و انسانی دنیا، خیلی تعریف ها داره عوض میشه. و در حال حاضر هم جمهوری اسلامی در توی ایران به این دلیل بیشتر داره تبلیغ کودک همسری یا ترویج فرزند آوری رو میکنه، که خارج و فارغ از اون رفاه اجتماعی، رفاه روانی، رفاه اقتصادی، سلامت زندگی، سلامت روانی انسان‌ها که در کل تعریف بهداشت جهانی بین‌المللی می‌گنجه و اصلا جمهوری اسلامی نه اعتقادی بهش داره و نه اجراش میکنه، فقط به قول خودشون میخوان که تعداد مسلمانان و شیعیان ایران یا دنیا رو اضافه کنن. و این خب پیر شدن جمعیت جهانی یک به اصطلاح موضوعی هست که در کل دنیا داره اتفاق میفته، ولی ما وقتی بیان فقط در چارچوب ایران بهش
نگاه بکنیم میبینیم کشور ایران به اعتقاد خود مسئولین مملکتی با تصویب و تعیین قوانین و حتی برداشتن قوانین برای نظام خانواده یا تولید مثل یا امکانات بهداشتی و سلامتی جنسی و تولید مثل برای شهروندان ایرانی اصلا تعریفشون یا اعتقادشون با اون چیزی که از نظر سازمان‌های بهداشتی بین‌المللی هست خیلی متفاوته و به قول خودشون اینا فقط میخوان جمعیت شیعیان و مسلمانان رو اضافه کنن. ممنونم از این فرصتی که به من دادین. من مایک رو رها میکنم. بسیار عالی. ممنون از شما خانم ده بزرگی بابت اینکه در بحث شرکت کردین. دوستان دیگه اگر که مطلبی دارن و یا سوالی دارن در این باره لطفاً دستتون رو بلند کنید تا مایک برای شما آزاد بشه. همونجور که گفتم به قولی موضوعات به صورت زنجیروار به هم مربوط هستن. حالا بحث پیشگیری از خودکشی رو داشتیم و الان هم حرکت به سمت پیری جامعه که من فکر میکنم دو موضوع خیلی به هم مربوط هستن، به خاطر اینکه شما حالا اگر بخوایم خارج از ایران یه مثال بزنیم، زمانی که چین متوجه شد که جمعیتشون خیلی داره افزایش پیدا میکنه و کشور و پتانسیلی که تو اون کشور هست جوابگوی این جمعیت نیست، شروع کرد به تبلیغ برای فرزندآوری کمتر. بعد از یک تقریبا چند سالی دیدن که جوابگو نیست و اومدن دقیقا همون کاری که حالا ایران کرد، ایران کپی از چین کرد یه زمانی که اون حالا بس کوپنهایی که دولت میداد، یارانه هایی که دولت میداد رو کم کردن، بعد اون هم جواب نداد و در آخر سر چین مجبور شد که اگر خانواده بیش از یک فرزند داشت قبل از اینکه اون بچه به دنیا بیاد، حالا بعد از تشکیل نطفه تا، چون چین یه کشور کمونیستیه و به روح و خداوند و اینا زیاد اعتقادی ندارن، براشون خیلی راحته که سخت جنین رو انجام بدن نسبت به کشورهایی که کمی مذهبی ترن، حالا چه مسیحی چه مسلمان و چه یهودی. به همین خاطر دولت خودش اومد وارد کار شد و تمام خانواده‌هایی که بیش از یک فرزند داشتن رو توی شهرهای پرجمعیت شروع کرد به خودشون با اجازه دولتی سخت جنین و یا خارج کردن نطفه از بدن، که الان دوباره دولت چین متوجه شده که خب بعد از چندین سال که مردم مجبور بودن هم به خاطر شرایط زندگی و هم به خاطر اجبارهایی که از طرف دولت بود، یا یک فرزند آوردن و یا به کلی فرزند آوری رو قطع کردن یا بعد از ازدواج هم بچه دار نشدن. به همین خاطر الان دولت چین دوباره داره تبلیغ میکنه که لطفاً بچه بیارین، اگر بچه بیارین حمایت دولت رو دارین، نمیدونم اینقدر پول میدن، اینقدر تسهیلات بانکی میدن، مرخصی های طولانی مدت میدن و الان شده دقیقا همون کاری که ایران داره انجام میده، با این تفاوت که من فکر میکنم طرحایی که ایران داره انجام میده بسیار بسیار ابتدایی و منجر به انحراف جامعه توی طول زمان میشه، توی حالا شاید 5-6 سال آینده، 10 سال آینده بشه که ایران رو میتونه واقعا به یه بحران اجتماعی و یک انحراف بزرگ اجتماعی برسونه. چرا؟ ما الان مثلا نمونه بارزش رو داریم توی هند و توی بنگلادش. اصلا شهرهایی هستن که متاسفانه اون شهرها به خودفروشی زنان و حالا فرزندآوری و اینا معروف هستن و ایران الان داره همین کار انجام میده. یعنی به جای اینکه بیاد تسهیلات بده، به جای اینکه بیاد شرایط رو فراهم بکنه برای اشتغال، برای ازدواج، فقط حرفش این است که اشکال نداره 4 تا زن داشته باشین، اشکال نداره اگر کودک همسری باشه، و این خودش باعث میشه یه تعدادی از حالا بانوان جامعه، زنهای جامعه، دخترهای جامعه که به اجبار ازدواج میکنند. خب این هیچ کارش نمیشه کرد.
منظور از هیچ کارش نمیشه کرد اینه که حالا خانواده ها هم باید آگاه باشن، یعنی فقط یک گروه، فقط یک گروه حقوق بشری نمیتونه. ما باید آگاهی بدیم، باید از مردم خواهش کنیم، باید اطلاع رسانی کنیم و مردم هم باید به تبع گوش کنن و از اون طرف هم دولت حمایت کنه. یعنی یک کار همه جانبه هست که این جلوی این کودک همسری که به اجبار هست گرفته بشه. ولی خب از طرف دیگه هم وقتی این همه تبلیغات جنسی میشه به نوعی در صدا و سیمای ملی ایران که این همه کودک پای تلویزیون ها هستن و میبینن که مثلا یک آقایی 4 زن داره، یه میارن مصاحبه هایی رو پخش میکنن که یه زوج مثلا 14-15 ساله هستن و احساس رضایت میکنن، احساس شادی میکنن، خب این باعث بلوغ زودرس جنسی و روحی افراد میشه، حالا در آقایون و در خانوما بیشتر، و این خودش باعث میشه که انحراف جنسی به وجود بیاد، انحراف اخلاقی به وجود بیاد در جامعه. و کاری که دولت ایران داره میکنه بسیار من فکر میکنم بسیار بسیار ضد حقوق بشر است، ضد حقوق زنان هست، ضد حقوق اجتماعی محسوب میشه. اگر که دوستان در این باره باز نظراتی دارن، سوالی دارن، لطفا دستتون رو بالا ببرید، و اگر که نه میریم برای بحث آزاد در رابطه با حق اشتغال که اون هم باز مربوط میشه به پیری جمعیت، مربوط میشه به افسردگی، استراب و خودکشی که توی جامعه اتفاق میفته. من خواهش میکنم از دوستان که فقط شنوان نباشن. به قول دوستان آقای شفایی میگفتش که فقط مثل روزه گوش نکنیم، لطف کنید که توی بحثا شرکت کنید و نظرات خودتون رو بدید. نظر هر کدوم از شما میتونه یه راه حلی باشه، مهم نیست که صحیح باشه یا غلط، مهم اینه که ما یاد بگیریم که در رابطه با حقوقی که مربوط به خودمون هست صحبت کنیم و تصمیم بگیریم. هر کس برای خودش تصمیم میگیره که چجور زندگی بکنه. بسیار عالی. من یه مقدمه خیلی کوتاه میگم از حق شغل، حق اشتغال در جامعه، و از دوستانم خواهش میکنم که شرکت کنن، نقطه نظرات خودشون رو بگن، تجربیاتشون رو بگن که تو ایران حالا وضعیت شغلیشون چجور بود اگر دوست داشتن، و آیا واقعا اون چیزی که در قانون اساسی گفته شده و در حقوق شهروندی بهش تذکر دادن و در موردش صحبت کردن، آیا اون چیزی بوده که دولت جمهوری اسلامی دربارش تعهد داده و یا غیر از این بوده. خب حق شغل از اونجایی میاد که یک جامعه تشکیل میشه. حالا ما اگر برگردیم به عقب زمانی که هنوز هیچ دولتی وجود نداشت، خب مردم کار میکردن، کشاورزی میکردن، دامداری میکردن و مخارج خودشون رو در میآوردن. حالا مخارج، منظور از مخارج نیازهای روز زندگی خودشون رو منظورم هست. مثلا هر کس 4 گاو و گوسفند داشته، یه زمین کشاورزی داشته و با این امرار معاش میکرده. رفته رفته که جامعه بزرگتر میشه، نیاز مردم بیشتر میشه، عرضه و تقاضا میاد و دولت ها تشکیل میشن، خب شغل هم به وجود میاد، یکی میاد گندم میسابه میفروشه و اون یکی قصابی میکنه و همینجور پیش میره تا شغل های مختلفی پیش میاد. و به قولی اون جامعه نیاز به یک دولت داشته تا بتونه حمایت کنه، تا بتونه برنامه ریزی بکنه برای شغلهایی که در اون جامعه وجود داشتن. و این شد که حق شغل به وجود اومد و توی قانون اساسی ایران، همچنین توی اعلامیه جهانی حقوق بشر دربارش صحبت شده که هر کسی حق داره به دور از ملیت، قومیت، زبان و یا دین حق اشتغال داشته باشه در اون جامعه‌ای که درش زندگی میکنه. ولی حالا ما اگر بخوایم به صورت کلی نگاه کنیم، این شغل نیاز به یک آموزش داره، نیاز به دولتی داره که بتونه
شغل‌های مختلف رو در جامعه‌ای که ما الان درش زندگی می‌کنیم، حالا چه اروپا چه ایران، شغل رو به مردم یاد بده و از اونها کار بخواد و همچنین نیروهای مسلط بر اون شغل آموزش بده. ولی خب اون چیزی که الان توی ایران اتفاق میفته به واسطه یه آموزش ضعیفی که در ایران وجود داره، شما اگر حالا یه مقایسه میکنیم با کشورهای اروپایی، حتی کشورهای آسیایی، کشورهایی که حالا همسایه ما هستن و وضعشون یه خورده شاید بهتر از ما باشه از لحاظ آموزش، خب میان دانش آموزان رو از توی مدرسه به صورتی غربالگری میکنن و مشخص میکنن که آیا این دانش آموز میتونه به دانشگاه بره، آیا این دانش آموز میتونه یه کار فنی رو انجام بده، چه استعدادی داره، و اینکه اون استعداد رو شکوفا کنن و بتونن که بهش کار یاد بدن. ولی خب متاسفانه تو ایران از لحاظ فرهنگی خب همه خانواده‌ها فقط دکتر مهندس دوست دارن که به بچه القا میکنن که تو باید دکتر بشی، تو باید مهندس بشی، و یا مدرسه ها هستن که همه رو به صورت، حالا من توی یکی از مصاحبه ها شنیدم که میگفتن نورمالیزیشن، همه رو به یک شکل میخوان آموزش بدن که همه ریاضیشون خوب باشه، فارسیشون خوب باشه، زبانشون خوب باشه، نمیدونم در آخر سر یک کارمند تشکیل بدن. حالا این بحث یکی از استادای دانشگاه بود که توی ایران بود که مثلا ما چقدر کارمند نیاز داریم، چقدر مثلا کارگر نیاز داریم، چقدر دکتر نیاز داریم، چقدر پرستار نیاز داریم. ولی خب متاسفانه در ایران ما همچین آموزشی رو نداریم که دانش آموزان رو بخواد از سطح ابتدایی، از سطح کلاس مثلا پنجم ششم غربالگری کنه و بهشون کمک کنه تو اون راستایی که استعداد دارن شکوفا بشن و بتونن کار رو یاد بگیرن. ولی خب متاسفانه میگم در ایران همچین شرایطی وجود نداره و دانش آموزان تا زمانی که مقطع دبیرستان رو به نوعی تا زمانی که مقطع دبیرستان رو تموم نکنن هیچ گونه تصمیمی برای خودشون ندارن که میخوان چه کار کنن. خب همین باعث میشه که تعداد خیلی زیادی، ارقام خیلی زیادی از دانش آموزان بعد از دبیرستان یا وارد بازار کاری بشن که اصلا هیچ گونه اطلاعی دربارش ندارن. حالا بازار کار میتونه یه موبایل فروشی باشه، یه سبزی فروشی باشه، یا کارهای بنایی نجاری باشه، در صورتی که مثلا همین دانش آموز میتونسته یه موسیقیدان خوب بشه یا میتونسته یه نجار خوبی بشه یا یه کاری که توش استعداد داشته و اون آموزش نتونسته اون رو شکوفا کنه و اون رو پیدا کنه. ما تو تمام مدرسه هامون مشاور داریم، ولی اون مشاورا آیا میتونن که به بچه ها مشاوره درسی بدن، به بچه ها مشاوره ای بدن که بتونه توی شغل آیندهشون تأثیر داشته باشه؟ این میشه که در آخر سر بعد از مثلا 18-19 سال اون جوون یا نوجوون بدون هیچ آگاهی از شغلی که میخواد وارد یک بازار کار میشه و به طبع اون سخنرانی هایی که از قبل داشتیم، استرس و افسردگی و بازار کاری که مثلا ممکنه امسال باشه سال بعد نباشه، باعث میشه که هم تشکیل خانواده نده، جمعیت رو به پیری بره، همین که بعد از چندین سال ممکنه افسردگی بگیره و بدترین شرایط، بدترین حالش، توی بدترین حالت به فکر خودکشی بیفته. این هست که متاسفانه من فکر میکنم توی جامعه ایران متاسفانه اون حق شغل تقریبا تا 90% از طرف دولت باعث این شده که مردم به اون حقشون نرسن. خب اگر که دوستان و همکاران تا اینجا مطلبی رو میخوان اضافه کنن لطف کنید دستتون رو بلند کنید. بله خانم ده بزرگی، مایک برای شما آزاد. ممنون از این وقتی که به من دادید. بله امروز خیلی مطالب واقعا مفید و آگاه سازی شده ای هممون مطرح کردیم، خیلی خوب بود. و این موضوع شغل هم موضوع بسیار قابل بحثی هست
که حق هر انسانی در هر جایی با هر عقیده‌ای با هر جنسیتی با هر ملیتی حق هر انسانی هست که یک حرفه شغل مهارتی رو هم بیاموزه که میشه حق تحصیل و هم این که از اون به عنوان امرار معاش و گذرای زندگیش به عنوان شغل بهش پرداخته بشه و بالاتر از اون در اون مهارت در اون شغل در اون حرفه به پیشرفت به ترقی به اضافه کردن اطلاعات دانشی و علمی خودش برسه که اونم واقعا حق هر انسانی هست که از اون استعداد و حرفه و مهارتی رو که داره درش پیشرفت کنه و شکوفا بشه که هم یک عامل مفیدی برای هم خودش باشه هم خانوادش باشه هم جامعه اطرافش و دنیای بشریت باشه. این حق مسلم تک تک انسان ها هست که خب در تمام مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و یونسکو وقتی که بخوایم تجزیه و تحلیل کنیم و بررسی کنیم در همه اینها گنجانده شده که از حقوق اولیه انسانی هر انسانی هست. خب البته با توجه به توضیحاتی که آقای یگانه دادن من دو مورد کلی رو میخواستم اضافه کنم. در حال حاضر فقط حالا در جامعه مثل ایران ما دو تا تناقض خیلی مهم و چشمگیری رو در حال حاضر حتی مشاهده می‌کنیم. یکی مسائل جنسیتی مشاغل هست در ایران که وقتی که یک حالا به اسم دختر یا به اسم پسر دو نفر با دو جنسیت یا چند جنسیت مختلف که حالا این روزها میگن از LGBT ها هم باید به عنوان جنس نویترال نام برده بشه، یعنی تعریف جنسیت از دختر و پسر فقط توی دنیا این روزها نیست، همونجور که گفتم خدمتون تعریف داره روز به روز تغییر پیدا میکنه و وقتی که ما بخوایم جامع‌تر کاملتر و دقیقتر تعریف جنسیت بکنیم مذکر مؤنث و نویترال در ایران هم بخوایم این حق رو شامل همه انسان ها و شهروندان ایرانی بکنیم میبینیم هنوز چقدر تناقض هست برای انتخاب شغل. وقتی که یک انسانی در جامعه ایران یک تحصیل برابر داشته باشه، مثلا به قول آقای یگانه نجاری بلد باشه، تراشکاری بلد باشه یا تحصیلات آکادمیک داشته باشه و هم مدرک هم مهارتش رو کسب کرده باشه، ولی از طرف اون اداره ها سازمان ها یا اون شرکت هایی که نیاز به اون نیروی انسانی یا کار دارن فقط ذکر میشه زن مرد، در حالی که نیروی متخصص در نظر گرفته نمیشه، فقط جنسیت مطرح میشه. این هممون شاهد هستیم که چقدر در حال حاضر این نقض حقوق انسانی در ایران وجود داره متاسفانه. و یکی دیگه مسائل ایدئولوژیه. خب حالا اون انسان از لحاظ تخصص در اون شرکت قابل مورد نیاز هست و قابل بهره برداری هست از اون تخصصش از اون علمش از اون دانشش، ولی به دلایل ایدئولوژی که از فیلتر ایدئولوژی اون اداره متاسفانه رد نشده با اون ضوابط و شرایط و اون قوانین تعریف شده اون سازمان اسلامی ایرانی، مثلا این شخص یهودی هست، مثلا این شخص بهائی هست، مثلا این شخص یه کمی حجاب شل هست، مثلا این آقا ریش نداره، مثلا این آقا بلوز آستین کوتاه میپوشه، این آقا نمازش سر وقت نمیخونه و و و امثال اینها که مثالهای نامحدود فراوانی که هممون میدونیم راجع بهش هست، متاسفانه نگاه نمی کنن که ایشون چه تخصصی داره، چه علمی داره، چه دانشی داره که میتونه در پیش برد اهداف علمی، دانشی، تخصصی، اقتصادی، مالی اون شرکت مفید باشه.
هم برای خودش جایگاه خوبی شغلی میتونه داشته باشه، هم برای خودش میتونه از اون پتانسیل هایی که داره و آموخته و دارا هست رو استفاده کنه، هم امرار معاش میکنه، هم برای خانوادش اون ریشه‌کنی فقر باعث به اصطلاح ریشه‌کنی فقر میشه، هم خانواده هم جامعه، همین که میتونه در پیشبرد اهداف تجاری، اقتصادی، مالی، دانشی اون شرکت یا اون کارخونه یا اون کارگاه مفید باشه. متاسفانه وقتی که بخوایم همه این جوانب رو در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر مد نظر قرار بدیم، میبینیم خیلی خیلی فاصله هست، میبینیم خیلی هنوز جای کار هست، جای تأمل هست، جای واقعا آگاهی و اطلاع رسانی هست که اینا با هم جور در بیاد درست بشه. و خب این سالا شاهد هستیم که خیلی از نیروهای انسانی در هر علمی، دانشی، فنی حرفه‌ای که تحصیل کرده باشه، دانشگاهی تحصیل کرده باشه، اصلا اجدادش، مغازه پدریش، خانوادش یه علمی رو کسب کرده باشه، کفاشی یاد گرفته، نجاری یاد گرفته، مکانیکی یاد گرفته، به صورت تجربی، به صورت خودآموز، ولی متاسفانه در اون جامعه اینقدر مشکلات اسلامی، ایدئولوژی، فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در هر طبقه از جامعه وجود داره که اون شخص از کمترین و کوچکترین حقوق انسانی خودش که داشتن یک شغل مرتبط با استعدادش، با تحصیلش، با توانمندیش و با اون عزت نفس انسانیش هست، متاسفانه نمیتونه بهش دست پیدا بکنه. و این هست که میبینیم چقدر همون نقض حقوق انسانی در ایران میشه در رابطه با به دست آوردن شغل برای یک انسانی. خب از سالها پیش تا به الان هممون خیلی تجربه داریم که چقدر جوانها با تحصیلات دانشگاهی بالا با همون دامن زدن خود خانواده یا فرهنگ جامعه که حتما مهندس باشو، دکتر باشو، معلم باشو، خلبان باشو و و و، متاسفانه خیلی انسان‌ها زندگیشون واقعا به نابودی کشیده شده، واقعا به تباهی کشیده شده. اینو نمیتونیم ازش واقعا چشم پوشی کنیم و میبینیم که خیلی ها چند تا شغل عوض میکنن، خیلی ها چند تا تحصیل عوض میکنن تا شاید اونم خیلی بعید بتونن در اون چیزی که واقعا علاقه داشتن، استعدادش داشتن، توانمند توش بودن، بگنجن به عنوان شغل ازش استفاده کنن و توش پیشرفت کنن یا ازش درآمد کسب کنن. خب همینه که باعث میشه که خیلی از عزیزان دختر و پسر و دانشجو و تحصیل کرده حالا خودشونه به اون شرایط پذیرش دانشگاه های مثلا اروپا یا آمریکا برسونن که لااقل به امید داشتن زندگی شغلی و رفاه اجتماعی بهتر برای خودشون یا خانوادهشون یا فرزندانی که آینده میخوان به وجود بیارن یا کوچیک هست دارن اون فرزندان، از کشور خارج میشن و به این اتفاق دست پیدا میکنیم که الان شاهد هستیم. من چند روز پیش داشتم نگاه میکردم، فکر میکنم رتبه اول تا سوم کنکور سال 88 بود که عکسشونه که توی روزنامه اون سال چاپ شده بود با عکسشونه الان، یه دختر بود دوتا پسر که این سه نفر رشته های ریاضی به اصطلاح نفر اول تا سوم برتر دانشگاه، سه تاشون توی کشور آمریکا و کانادا استاد دانشگاه بودن، مهندس کجا بودن و همشون داشتن در موفقیت های خیلی بالایی به زندگی ادامه میدادن. خب این هست که متاسفانه وقتی اون بستر، اون زمینه از لحاظ کارشناسی، اجتماعی، حقوق انسانی فراهم نشه در یک جامعه ای، ما میبینیم که خودمون هممون اروپا نشین هستیم، میبینیم که چقدر با همین شرایط سخت پناهندگی، مهاجرتی و فشارهای روانی که روی هممون هست، ولی چقدر داریم زبان این کشور رو یاد میگیریم، چقدر داریم علم و دانششون رو یاد میگیریم. حالا عزیزانی که میتونن آفسپیلون کنن، درس بخونن، دانشگاه برن یا
در حد فنی حرفه‌ای دارن درس میخونن تو این کشورها با یک زبان غیر مادری، میبینیم چقدر ایرانی ها باهوش هستن، میبینیم چقدر ایرانی ها واقعا توانمند هستن، قابلیت دارن و اینها بارها دوستای خارجیمون بهمون گفتن. ولی متاسفانه به دلایل همون تناقض حقوق انسانی توی کشور مادری خودمون این هست که اونهایی هم که تو جامعه در حال حاضر دارن تلاش میکنن و چندین برابر تلاش میکنن و انرژی مصرف میکنن، همیشه دارن با این سختی ها متاسفانه دست و پنجه نرم میکنن که اولین و نیازمندی ترین حقوق اولی انسانیشون رو به دست بیارن و این تنها کسی مسببش نیست جز حکومت جمهوری اسلامی متاسفانه. ممنونم، من مایک رو رها میکنم برای نظر بقیه دوستان. بسیار عالی، ممنون از شما خانم ده بزرگی بابت مطالبی که ارائه دادین. خانم تنهایی و بعد از اون سرکار خانم مشرف، مایک برای شما آزاده، فقط اون سه دقیقه رو لطفا رعایت کنید. بفرمایید. سلام مجدد عرض میکنم، خیلی ممنون که من مجدد فرصت دادیم. این حق اشتغال به نظر من وابسته به ایجاد اشتغال هستش، یعنی که ما در صورتی میتونیم حق اشتغال داشته باشیم که اصلا شغلی وجود داشته باشه که بخوایم انتخابش بکنیم. تو اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده آزادی انتخاب شغل و الزام دولت به فراهم کردن امکان اشتغال. نوشته شده هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی رو برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در اینجا تو همین اصلی که تو خود قانون اساسی نوشته شده هیچ اشاره‌ای به این نکرده که برای خانم‌ها باید شغل متفاوت‌تری نسبت به آقایون باشه. خب اینجا خودمون داریم می‌بینیم که اصلا خانم‌ها واقعا شرایط شغلیشون مثل آقایون هست یا حداقل نزدیک به آقایون هست یا نه، که اصلا همچین چیزی وجود نداره. طبق تجربه شخصی که خود من حداقل سال‌ها توی ایران داشتم، متاسفانه با فساد غم‌انگیز شغلی توی ایران مواجهیم و داریم به چشم میبینیم که خانم‌ها اصلا امنیت شغلی ندارن، حالا نسبت به همکاران خودشون یا نسبت به مدیریت اون مرکزی که دارن توش فعالیت میکنن. بارها و بارها میشنویم و شنیدیم که مورد تعرض قرار میگیرن. این یه مورد هستش و مورد بعدی این هستش که الان داریم نگاه میکنیم ببینیم که واقعا دولت جمهوری اسلامی داره اشتغال زایی میکنه یا داره واقعا اون شرایط رو ایجاب میکنه که افراد سر شغل خودشون و سر جای خودشون قرار بگیرن. ما میایم میدیم تحصیلات عالیه انجام میدیم و در نهایت موقعی که درسمون تموم میشه میخوایم بریم سر شغلی که درس و آموزش اونو دیدیم، درسمون رو خوندیم و آموزش اونو دیدیم، اما اولین چیزی که جلومون میاد این هستش که باید نگاه کنیم ببینیم که یه آزمونی رو باید بگذرونیم. خب حالا آزمون رو میگذرونیم و بعد نتایج آزمون میادش و در نهایت مثلا بین 10 نفر یک نفر انتخاب میشه و اون یک نفر کاشف عمل میاد که خواهرزاده مدیریت محترمه. خب پس یعنی هیچی، یعنی فقط یک نمایشه و هیچ سنف و هیچ ارگانی نیستش که واقعا بخواد به این رسیدگی بکنه. دومی حقی که گرفته شد این هستش که از سال 1360 یا 61 اگه اشتباه نکنم به آقایون این حق داده شد که بتونن حق اشتغال رو از همسران خودشون بگیرن و حتی پدران در خانواده، و بعد اومدن یه ماده اضافه کردن که در موقع عقد خانوم ها این حق رو دارن که حق اشتغال رو توی عقدنامه خودشون حتما ذکر بکنن که بعد از ازدواج بتونن دوباره به اون شغلی که داشتن یا به اون تحصیلی که مشغول تحصیل یا حالا اون چیزی که مشغول به تحصیلش هستن بتونن ادامه بدن. خب اینجا باز دوباره نگاه میکنیم میبینیم که اصلا توی مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی
هیچ جایی ذکر نشده بوده که خانوم ها اجازه کار ندارن و خانوم ها حق اشتغالشون از طریق همسرشون باید که کسب بشه. خب اصلا یه چیزیه که باز برابری زن و مرد رو داره زیر سوال میبره. متاسفانه مشکلات اشتغال تو ایران انقدر زیاد هستش که ما تا فردا اگر صحبت بکنیم باز حرف برای گفتن داریم. ولی من یه موردی رو میخوام اشاره کنم، اونم اینه که اومدن برای جلوگیری از زباله‌گردی اعلام کردن که بیایم سطل‌های بزرگ زباله رو از شهر کم کنیم. نیومدن بگن که ما برای این افرادی که زباله‌گردی میکنن بیایم یه شغلی بذاریم که تو اون شغل میتونستن حتی کار بازیافت رو به این افراد بدن. ولی اومدن تشخیص دادن که بهتر سطلای زباله رو کم بکنیم از سطح شهر تا اینکه زباله گردها کمتر بشن. این چاره‌ای بوده که جمهوری اسلامی پیدا کرده برای زباله گردی، یا اینکه حالا به جای اینکه بیاد یه اشتغال جدید درست بکنه میاد این کار میکنه. یا از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم وام‌هایی رو دارن میگن که وجود داره برای اشتغال زایی، اما این وام ها به دست کی میرسه؟ واقعا آدم های معمولی وقتی که درخواست وام برای اشتغال زایی میکنن به اونا وام تعلق میگیره، یا اینکه نه باز همون بزرگانی هستن که اون بالا نشستن یه مؤسسه ای رو به ثبت میرسونن و بعد در نهایت اون وام تعلق میگیره باز به اون آقایی که اون بالا نشسته و از همه طرف داشته میخورده، حالا یه طرف دیگه هم بهش اضافه میشه. ناعدالتی اونقدر زیاد هستش که در مورد اشتغال زایی به نظر من ما روزها و بارها میتونیم بحث آزاد بهش بپردازیم. ممنون که وقت در اختیار من گذاشتیم. من ماکم رو رها میکنم. ممنون از شما. دقیقا حق با شماست. و اون سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر هم همینو گفته دیگه، گفته که هر کس حق انتخاب شغل رو داره. بعد توی جمهوری اسلامی اومدن این رو یه آپشن و یا یه پوان قرار دادن که اگر بانوان ازدواج کنن اون رو توی عقدنامه خودشون باید ثبت کنن، در صورتی که این حق ذاتی خودشون هست و حق بنیادیه و هیچ کس نمیتونه اون رو سلب کنه و یا بهشون بده. خانم مشرف اگر که آماده هستین مایک برای شما آزاده و بعد از اون جناب حمزه‌زاده. ممنون از شما. در ادامه بحث من میخوام همین رو بگم، اصلا اگر شخصی خیلی هدفمند باشه تو کشور ما و رشته تحصیلیش رو بر اساس اون شغل مد نظرش هم انتخاب بکنه و خیلی هم موفق باشه تو تحصیل و حتی دوره ها رو هم ببینه، وقتی که وارد بازار کار میشه این آینده نگری نشده که چند سال آینده تا زمانی که این شخص میاد به قول معروف تحصیلاتش رو تموم بکنه و تجربیاتش رو کسب بکنه اصلا جامعه نیاز داره هنوز به اون شغل یا نه. فقط برای یک سال مثلا یا دو سال بعد حساب شده، مثلا خیلی حسابدار نیاز داریم، همه هجوم میبرن به سمت کارهای حسابداری. یه زمانی مد بود رشته های کاردانش و فنی حرفه‌ای اصلا متقاضی نداشتن و همه سمت رشته های تجربی بودن و ریاضی فیزیک، اما بعد دیدن بازار کار تو رشته های فنی و فنی حرفه‌ای و کاردانش خیلی بیشتره، همه هجوم بردن به اون سمت. یعنی هر چند سال یک بار جامعه از یه سری شغلا اشباع میشه. برای همینه که ما داریم چقدر افراد تحصیل کرده ای که توی رشته ریاضی تحصیل کردن، ولی من تو این شغل خاصی نمیکنم و همه شغلها نیاز جامعه است. ولی حیفه که یه کسی که مثلا کارشناسی ارشد ریاضی محض داره رفتگر میشه، در حالی که از این میشه توی جای خیلی بهتری استفاده کرد. و یکی هم مزایایی هست و حقهای به قول معروف حق طبیعی که باید برای آدم شاغل گذاشته بشه. اینجا میبینیم کسی کار میکنه سالیانه چقدر میتونه روز مرخصی داشته باشه و حتی ممکنه حالا اینجا که به این صورته که یه مبلغ هم حتی بهش کمک میشه برای وکانسی که میخواد بره، در حالی که توی ایران اصلا تو مرخصی هم اگر بگیری مرخصی اصولا 99% مرخصی بدون حقوق هست، نه مرخصی حقوق دار. و شما از اصلا یه مرخصی میخوای بری باید قید پولت رو بزنی، یعنی شما حق نداری مرخصی بری، یا اگر رفتی هم باید قید یه چیز رو یا هزینه رو بزنی یا قید زمان تفریحت رو بزنی. همیشه یک جای کار میلنگه. و یکی هم بیمه هاست که هیچ شغلی امنیت هم نداره، حتی اگر شما سابقه کاری بالایی هم داشته باشید
امنیت اینو نداری که سال بعدی شما رو استخدام میکنم رسمی هستن که هیچی، ولی اینکه شما بدونی سال بعدی یا موقع کار هستن برای یه اتفاق بیفته بیمه تو رو کمکت میکنه، حقوق بیکاری اصلا تعلق بهت میگیره، رو هیچ چیزی ثباتی وجود نداره و این یه جوریه که افراد بیکار به نظر من در سرشون خیلی کمتره و دغدغه هاشون تا افراد شاغل که هم وقت میذارن هم از زندگیشون میذارن، مثل کارگرای بیچاره‌ای که میبینیم چقدر قرضدار شدن و بعد چند ماه هم هیچ حقوقی هم نگرفتن. ممنون که وقت رو به من دادید. من مایکو میبندم. ممنون از شما خانم مشرف بابت توضیحاتی که دادین. جناب حمزه‌زاده بفرمایید، مایک بر شما هست. درود مجدد خدمت همکاران. خب همینطور که میدونین دوستان و همکاران در مورد سیستم آموزشی و ایراداتی که توی این سیستم هست برای رسیدن به هدفشون که حالا شغل مورد نظرشون هست در مورد این موضوع صحبت کردیم، ولی خواستم به این موضوع اشاره کنم یه سری کسایی هستن که اصلا حتی به همین سیستم آموزشی غلط هم دسترسی ندارن. نمونه شما میبینیم کودکای کاری که تو خیابونن یا دست فروشا یا کسایی که واقعا اصلا تحصیلات نداشتن که بخوان انتخاب بکنن یا نکنن و این میتونه ضرراشو تو جامعه نشون بده. خب این آدما همون کسایی هستن که میرن قاچاقچی میشن، میرن مجبور میشن دست به کارهای خطرناک بزنن و توی سمت غرب کشور کولبر میشن، سمت جنوب شرقی مثلا کارهای مواد انجام میدن، تو خودش تهران هم هست کسایی که میان دست فروشی میکنن یا تو بازار کولبری میکنن و اینا اصلا هیچ سیستمی نیست که ازشون حمایت کنه که بخوان خوب باشه یا بد باشه. خواستم یه اشاره به این موضوع بکنم فقط. ممنونم. خیلی ممنون از توضیحاتتون. دقیقاً همینجوره. شما اگر که حالا این دست فروشا رو مثال زدین، مطمئناً توی تمام کشورهایی که حالا همه عزیزان هستن، بازارهای هفتگی هست که افراد مختلف جامعه، اونایی که حالا مغازه نمیتونن داشته باشن، بازارهای هفتگی دارن که توی سطح شهر مثلا روزهای مختلف میتونن بیان. و این بازارها انقدر قشنگ سازماندهی شده، انقدر خوب بهشون رسیدگی شده که بعضی موقع اینقدر مردم میرن از اونا خرید میکنن که فروش اینا بیشتر از فروش فروشگاه هستش و متاسفانه اینو ما توی ایران نداریم، یا اگر داریم بسیار بسیار، حالا توی شیراز ما داشتیم چهارشنبه ها مثلا میگفتن چهارشنبه بازار یا پنجشنبه بازار، ولی خب خیلی اون جلوه بازار رو نداشت و اون سازماندهی که اینجا میشه که سبزیجات نمیدونم چیز بیارن ارگانیک اون منطقه رو بیارن بفروشن و کلن شکل خوبی توی ایران بهش داده نشده، یا همون سوختبرها یا کولبرهایی که مثال زدید توی سیستان و بلوچستان خیلی پتانسیل هست که مثلا میشه کار کرد، معدنهای مختلف هست، یا توی غرب کشور کشاورزی های خوبی میشه انجام داد، ولی خب به خاطر اینکه دولت حمایت نمیکنه مردم متاسفانه رو میارن به کولبری یا سوختبری یا دستفروشی یا متاسفانه زباله‌گردی. خانم تنهایی مایک برای شما آزاده، بفرمایین. ممنونم. خانم مشرف اشاره کردن به داستان بیمه. بله بیمه برای اون امنیت شغلیه هستش، ولی باید نگاه کنیم ببینیم که اصلا واقعا ما توی ایران سیستم بیمه‌مون چطور داره کار میکنه. وقتی که استخدام به کار در جایی میشیم، حالا قراردادی یا حالا استخدامی، واقعا بیمه میشیم از سمت کارفرما؟ و اگه بیمه میشیم با چه شرایطی داریم بیمه میشیم؟ من خودم تو تمام طول زندگیم که تو ایران کار کردم و همیشه تو جاهای خیلی معتبر مشغول به کار بودم، متاسفانه از 17 سال کاری که کردم کلا 3 سال بیمه داشتم، سابقه بیمه داشتم، برای اینکه هیچ وقت اصلا تایید نمی‌شد از سمت کارفرما که بخواد بیمه رد کنه برای ما. و اونقدر متاسفانه این سیستم زیرمیزی دادن و آشنا بودن و رابطه تو ایران داره کار میکنه که ما حتی وقتی زنگ می‌زدیم گزارش میدادیم که شرکت ما به این اسم الان برای ما بیمه رد نمی کنه و منتظر بودیم که یه بازرسی از سمت بیمه به این شرکت بیادش تا بخواد به این وضعیت رسیدگی بکنه، کسی نمی اومد، برای اینکه همه آشنای هم بودن و همه شیرنی ها رو گرفته بودن که بخوان این بازرسی ها رو انجام ندن. این یه مورد بود که خواستم بگم. و مورد بعدی این بودش که ما الان داریم نگاه می‌کنیم توی این امنیت شغلی داریم نگاه می‌کنیم که
چقدر تو سال گذشته تا به الان آمار مهاجرینی که دکتر یا پرستار بودن از ایران واقعا واقعا خیلی چشمگیر بوده؟ چرا؟ به خاطر اینکه اومدن رفتن کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگه آسیایی، به خاطر همین امنیت شغلیه که در ایران وجود نداره، برای اینکه اصلا حقوقی به اینا داده نشد. ما این همه تجمع داریم الان از بازنشستگانی که بهشون حقوقشون رو ندادن، از معلمین که حقوقشون رو بهشون ندادن. یعنی هر روز توی خبرها داریم نگاه میکنیم، میبینیم که یه عده از یک سنفی، از یک قشری یه تجمعی کردن و درخواست حقوقهای عقب افتاده خودشون رو دارن. خب مردم دارن کار میکنن که بتونن در آخر ماه یه حقوقی بگیرن، بتونن زندگیشون رو با سختی تمام پشت سر بذارن، که متاسفانه همون حقوق ناچیزی هم که هستش در حد بخور نمیره مردم بهشون داده نمیشه. یعنی اصلا وضعیت اشتغال یه طوریه که میگم بزرگترین چیزش اینه که هیچ کس جای خودش نشسته. من خودم شخصا به خاطر شرایط خانوادگی میتونم بگم مجبور به این بودم که برم تو قسمت پزشکی درس بخونم. یعنی اصلا یکی از شرایط پدرم برای ادامه تحصیل من این بودش که من یا باید برم پزشکی بخونم یا حق تحصیل ندارم. البته بعدها پدرم متوجه شدش که چه اشتباه بزرگی کرده، ولی اون موقع تو خانواده انقدر اینطور جا افتاده شده بود که باید حتما جوانای خانواده یا مهندس باشن یا پزشک باشن. من و برادرم مجبور بودیم که یا مهندسی انتخاب کنیم یا پزشکی، و من از اونجایی که اصلا روحیاتم سازگار با این نبود که بخوام با خون در جریان باشم، مجبور شدم برم روانپزشکی رو انتخاب بکنم و بخونم، رشته که اصلا دوستش نداشتم واقعا. و تمام اون 6 سالی که تحصیل کردم همه روزش برای من توی دانشگاه جز زجر و فشار روحی چیز دیگه ای نبود، چون اصلا به انتخاب خودم نبودش. در نهایت رفتم این کارو کردم و موفق. حالا تو دانشگاه چرا؟ دانشگاه مجبور بودم که درسمو بخونم، ولی آیا در زمینه شغلی این قضیه به من کمک کرد؟ یا برادرم همچون مجبور شدش که بره مهندسی بخونه، مهندسی برق مخابرات شرکت کرد، در صورتی که الان اگه ازش بپرسیم که فاز چیه، نول چیه، یا حتی بهش بگین که یه لامپ وصل کنه بلد نیست و نمیکنه، چون اصلا دوست نداره. و در نهایت اومد رفت شغل آزاد انتخاب کرد و مشغول به کار تو شغل آزاد شد. بس بیمه و امنیت شغلی یه چیزیه که به نظر من جامعه ما خیلی نگران کننده و تاسف‌باره. مرسی که ما در جامعه داشت. ممنون خانم تنهایی بابت اون تجربیاتی که در اختیار ما گذاشتین. دوستان دیگه هم من دوباره اعلام میکنم، خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو بشنویم. این که حالا میشه به عنوان سوال هم این رو مطرح کرد که دوستان توی بحث شرکت کنن که چطوری میتونیم جامعه‌ای رو داشته باشیم که بتونیم استعدادهاش رو شکوفا کنیم، بتونیم حالا توی بخش آموزش هم از لحاظ خانواده ها و جامعه، هم از لحاظ سیستم آموزشی و دولت به این موضوع دست پیدا کنیم که بتونیم جامعه رو شکوفا کنیم، دانش آموزان رو. غربالگری به معنای این که هر کس رو توی رشته‌ای که استعداد داره قرار بدیم. با این شرایطی که الان در جامعه هست ما چطور میتونیم به این مهم دست پیدا کنیم؟ حالا تا دوستان فکر میکنن و بتونن که یک پیشنهادی داشته باشن در این موضوع، من داشتم حقوق شهروندی رو مطالعه میکردم که توی ماده 77 حقوق شهروندی نوشته که هر کسی آزاد است که بدون تبعیض و رعایت قانون شغلی را که در آن تمایل دارد انتخاب کند و آن شغل را داشته باشد. هیچ کس را نمیتوان به دلیل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایش های سیاسی و یا اجتماعی از این حق منصرف کرد و یا بهش اجازه داده نشه که این کار رو انجام بده. خب ببینید، جمهوری اسلامی ایران کلن برای حالا ماها که چندین سال داریم توی این شاخه فعالیت میکنیم و این قوانین جمهوری اسلامی ایران رو، قانون اساسی و یا
حقوق شهروندی رو داریم بارها و بارها میخونیم، هر ماه هر هفته میخونیم و تکرارش میکنیم، به قولی چیزی جز فکاهی و یا جوک نیست. چرا؟ چون همگی کپی شده و تقلید شده از قوانین یا اروپا و حقوق بشر هستند و یا قوانینی هستن که اصلا به طور خیلی ملموس شما میتونید احساسش کنید که اصلا همچین چیزی در ایران وجود نداره. حالا بحث اون هر کس که میتونه هر شغلی رو داشته باشه بدون در نظر گرفتن مذهبی، حالا مذهب اون شخص و یا جنسیت اون شخص. ما ببینید مثلا بهایی الان کجای جامعه هستن، چه کار میتونن انجام بدن اگر که بخوان اعلام کنن که بهایی هستن، یا مثلا مسیحیان، یا حالا باز میگم بحث یهودیانی که توی ایران هستن، شاید میشه گفت کم و بیش از بقیه ادیانی که تحت فشار هستن یکم بهتر دارن زندگی میکنن به خاطر اون حالا شرایط خانوادگی که همدیگر رو ساپورت میکنن، ولی خب اون دراویش، اون بهاییان یا اون اهل حق یا حالا هر کدوم از ادیانی که در ایران هستن، آیا میتونن با اعلام این که چه عقیده‌ای دارن سر اون کار بمونن و یا تحصیل کنن به عنوان یک دانشجو؟ آیا یک بهایی میتونه توی مدرسه حتی شرکت کنه و یا توی دانشگاه درس بخونه؟ و یا از لحاظ جنسیتی، خب آیا یک زن میتونه به عنوان قاضی توی ایران یه شغل داشته باشه توی دادگاه؟ و یا مثلا قومی قبیله‌ای، و یا حالا باز بحث مذهبی رو بخوایم بگیم، اهل تسنن آیا میتونن مثلا یه شغل خیلی خوب توی تهران داشته باشن و یا توی شهر خودشون داشته باشن؟ تمام اینا به نظر من تضادهایی هست که به طنز تلخ تبدیل شده توی قوانین جمهوری اسلامی ایران. خب حالا اگر که دوستان باز نظری دارن و یا از تجربیات خودشون مثل خانم تنهایی دوست دارن که برای ما بگن، لطفا دست بلند کنید و خوشحال میشیم که این بحث حق اشتغال و امنیت شغلی که این هم باز مربوط میشه به حق اشتغال صحبت کنن. امنیت شغلی یعنی اینکه آیا زمانی که شما در شغلی هستین آیا اون امنیت رو دارین که اگر از اون شغل راضی نبودین و یا اگر از رئیستون راضی نبودین بتونین بدون ترس اون شغل رو ترک کنین و امید این رو داشته باشین که شغل بعدی رو میگیرین و یا انتقادی کنین از اون رئیسی که برای شما دستور صادر میکنه؟ آیا میتونید انتقاد کنید از شرایط بد شغلیتون یا خیر؟ ممنون میشم که دوستان دست بلند کنن، توی بحث شرکت کنن و سلام میکنم خدمت دوستانی که به جلسه اضافه شدن و عزیزانی که مهمان هستن. خب میبینم که دوستان علاقه چندانی ندارن که خانم مشرف بفرمایید، مایک برای شما آزاد. صداتون قطع شد. من یه تجربه شخصی رو بگم، اینکه من معلم بودم و معلم دبستان هم بودم و دخترونه بود مدرسه. دوره هایی که می دیدیم خب به روانشناسی خیلی مربوط بود و می گفتن که حالا معلمین سعی کنن رنگ های شاد بپوشن، حداقل توی محیط مدرسه اصلا اشکالی نداره. بعد خب من اینو شنیدم و من خودم اصلا تمایل به رنگ های خیلی دارم، یعنی با رنگ زندم، اصلا رنگ مشکی رو نمیتونه ساعت و بیرون از خونه تحمل کنم. خوشحال من مانتوی صورتی حالا پررنگی هم که نبود، فقط هم توی محیط کار ازش استفاده میکردم. وقتی که بازرس اومد خب روش آموزش رو دید و همه چی رو خیلی تایید کرد، فقط در اومد به من گفت بیاید بیرون از کلاس، خانم مشرف فقط رو پوششتون توجه کنید. گفتم خب این چیزی بود که دقیقا شما تو جلسه گفتید که خانم های معلم سعی کنن مثلا رنگی بپوشن که دانش آموزان مثلا حالا یه ذره آرایش در حد چیز اشکالی نداره، رغبت دانش آموزان زیاد میشه. گفت خانم مشرف کجایی، کجا زندگی میکنی؟ اینجا ایرانه، من تو جلسه خیلی چیزا میگم. قشنگ همینو گفت. کجا زندگی میکنی؟ من تو جلسه خیلی چیزا میگم که پخش میشه تو روزنامه استان، چاپ میشه تو شبکه خبری، پخش میشه. از این خبرها جایی نیست، رو پوشششتون دقت کن. یعنی من اونجا فهمیدم که اینا همه ظاهره،
بعد اصلا برای یا برای گزینش که رفته بودیم دیگه رو درازی که نداریم یه سیبیل گذاشته بودم تا چند ماه دست به صورتم نزده بودم، موهای صورت بلند، ابروها پر، بعد با چادر، حتی کیفم میگفتن کیف برند نباشه، من یادم کیف اصلا کیف مشکی نداشتم، فقط یه کیف مشکی طلای آدیداس داشتم، گفتن نه این برند ایراد میگیرن زیر چادر، اصلا یه وضعی که تا من رسیدم به، حالا خوبه من شاهنشهر بودم، جو اصفهان بود، یعنی بین مردم خودم اعتماد به نفسم صفر شده بود که با این یه شلوار گشاد، مانتوی بلند عربی مثل عبا، چادرم روش، تازه با اون وضع سیبیل و مو، اصلا یه چیز برای خودم نمی گنجید. خب چرا من باید اینجوری بنم که حالا چون مثلا 10-15 سال سابقه داشتم حیف نشه، چون قانون اومده بود باید همه هسته گزینش آموزش پرورش رو بگذرونن. بعد من خودم قبلش یه دانش آموز خیلی مذهبی بودم که بعد مثلا به این فکر رسیدم که نه اصلا این مسائل خیلی پیش و پا افتاده است. بعد من نگین داشتم، نمیدونستم، مدیرم میگفت تو نگین تو بردار، من هزینهشو میدم باز دوباره نگین بذارتن. گفتم اگر آموزش پرورش منو خواست همین جوری بخواد. سعی میکردم اونجا تو حرف زدنم مثلا نخندم که نگینم برق نزنه. خب بعد دیگه به یه بدبختی، یعنی یه به قول معروف جو بعدی شما رو قرار میدن که شما مجبور باشی اگر میخوای شاغل باشی و یه منبع درآمد داشته باشی خودتو تغییر بدی، رنگ عوض کنی. در حالی که میگم خودشون هم قبول داشتن، میگفت خانم شما اینجا ایران کجا زندگی میکنید؟ من اونجا مجبورم تو جلسه اینا رو بگم، وگرنه شما باید حجابت کاملا پوشیده باشه، به هیچ عنوان کفش اسپورت رنگی بپوشی، کفش اسپورت بتونم سعی کنید یه چیز نرمال باشه. این سیستم ایرانه و کار توی کشور ایران که همه تجربهش رو داره. من مایکو میبندم. بسیار عالی، ممنون از شما خانم مشرف. خانم تنهایی فکر میکنم که دوباره مطلبی دارن، بفرمایید. مرسی، مطلب خاصی نداشتم، فقط خواستم بگم که سیستم جمهوری اسلامی خودش باعث میشه که آدما نقاب بزنن به خودشون، وقتی از صبح که از خونه میخوان بیان بیرون نمیتونن به هیچ وقت خودشون باشن و مجبورن با یه پوشش دیگه بیرون بیان تا اینکه بتونن تو اون جامعه کاری که میخوان توش قرار بگیرن پذیرفته بشن. متاسفانه چند وقت پیش خبری خوندیم که دبیران، نه فقط مخصوص به دبیران نبود، ولی نوشته بود خانم هایی که از کاشت ناخون، کاشت موژه و تتو ابرو استفاده کردن، حق استخدام اونها وجود نداره، چه در مراکز خصوصی چه دولتی. یعنی اصلا کجای دنیا ما داریم همچین چیزی رو میبینیم؟ و به نظر من یک دبیر، حالا با این چیزی که شما داریم میگین خانم مشرف، یک دبیر میتونه یک الگو برای یک جامعه باشه. و اگر که یک دبیر صبح اول وقت مرتب و به قولی خوشبو وارد کلاسش نشه، خب اصلا چه انتظاری داریم از اون نسله که چی میخوان یاد بگیرن و با چه روحیه ای اصلا سر اون کلاس میخوان بشینن؟ آیا واقعا ذوقی هستش برای ادامه درس خوندن یا نه؟ اینا چیزایی هستش که واقعا از نظر روانشناسی وقتی بهش فکر میکنی خیلی تاثیر داره تو جامعه. به خاطر همین هستش که الان جامعه ایران انقدر جامعه بیمار و افسرده و پر از خشم هستش متاسفانه. مرسی، من خواستم فقط همین رو بگم. خیلی ممنون از شما خانم تنهایی. فکر میکنم که هم زمان ما کم هست به خاطر کمیته ادیان و همین که سعی میکنیم حالا بحث رو یکم جمع و جورش کنیم. تا اونجایی که حالا صحبت شد دوستان نظر دادن و همچنین از آقای حمزه‌زاده که اشاره کردن به هممیهنانی که اصلا شرایط کار رو نداره، ما داریم درباره حق اشتغال صحبت میکنیم و بیشتر منظورمون روی شهرها بود، ولی خب اشاره شد به این که واقعا قسمتهایی از مملکتمون هستن که اصلا شغلی ندارن و هیچ اسمی ازشون برده نمیشه. امید به این که همگی بتونن شاغل باشن و زندگی رو اونجور که باید و شاید هندل کنن. ولی خب حالا تا اونجایی که بحث شد، به عنوان مردم و به عنوان شهروندان یک جامعه همه اختیاراتی دارن، حقوقی دارن که باید بهشون داده بشه از طرف دولت. وقتی که دولتی سر کار میاد و مردم به اون رأی میدن، وظیفه‌شون هست که
به عنوان دولت اون بستر رو فراهم کنن که مردم بتونن کار کنن، شغل داشته باشن و با اون امرار معاش کنن. البته هر کس در رشته و شغلی که به اون نیاز داره. و به قولی حالا ما به عنوان شهروندان جامعه هم وظیفمون این هست که این حق رو بطلبیم از مسئولین و از دولت‌هایی که وظیفه دار این مسئولیت هستن و باید این مسئولیت رو انجام بدن به خوبی در تمام نقاط، نه اینکه مثلا در تهران و یا در شهرهای بزرگ شرایط اشتغال باشه ولی خب در نقاط مرزی که استانهای جنوبی و یا استانهایی که درآمد خوبی ندارن خب هیچ شغلی وجود نداشته باشه. و این رو میطلبه که همه شهروندان همراه با هم خواهان اون شغلش بشن، اون شغلی که برازنده خودشون هست بشن. من فکر میکنم که جلسه رو به پایان میرسونیم و حسن ختام این بحث آزاد رو دوست دارم که شعری رو بخونم از زندیات حسین پناهی که یکی از شعرهای مورد علاقه من هست که درباره اتفاقا شغل و زندگی هست و امید به این داریم که هر کس در هر جایی که زندگی میکنه از شغل و زندگی خوبی برخوردار باشه و اونچنان که کرامت انسانی خواهان هست همه بتونن مزه زندگی و لذت زندگی رو بچشن و فقط زنده نباشن، از اون لحظه هایی که زندگی میکنن لذت ببرن. شعر به این صورت که میگه: میزی برای کار، کاری برای تخت، تختی برای خواب، خوابی برای جان، جانی برای مرگ، مرگی برای یاد، یادی برای سنگ. این بود زندگی. منظور این که امیدواریم که حالا همه به قولی معنای زندگی رو بچشن و از زندگیشون لذت ببرن. تشکر میکنم از همه دوستان که در جلسه شرکت کردن، مهمانان عزیزی که اومدن. جلسه بسیار بسیار خوب بود، موضوعات کاملا به هم ربط داشت و امیدواریم که بتونیم ماهای بعدی هم به همین قوت پیش بریم. خسته نباشید و خدا نگهدار.